همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان. چه اتفاقی در کشورمان افتاده است؟ زنان و مردان جوانی که در 8 روز گذشته دست به نبردی حماسی با یکی از پلیدترین و بی‌رحم‌ترین حکومت‌های جهان زدند و مرگ را به سخره گرفتند، چه می‌خواهند؟ چرا اینان در شعارهایشان سخنی از مبارزه طبقاتی، مبارزه برای معیشت بهتر و یا مبارزه برای حقوق قومی و تباری خیش نیست؟ آخر 40 سال است که پدر و پدر بزرگشان تبلیغ چنین شعارهایی را کردند. آیا جهانیان حق ندارند حیرت کنند که بزرگترین نهضت برابری حق زنان عملا در کشوری آغاز شده است که نه خبری از دموکراسی و آزادی و نه صحبتی از نهضت اصلاح دین همانند اروپا در آن بوده است؟ و به علاوه دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت از گهواره تا گور مشغول شستشوی مغزی همین دختران و پسران بوده است. پس آنچه نسبی گرایی فرهنگی نامیده می شود حداقل در مورد ایران نادرست است. مگر مقوله حجاب اسلامی و عدم حق تملک زن بر بدن خیش در دل فرهنگ بومی اسلامی ایرانیان نبوده است؟ امیدوارم که پاسخ به سوالات از این دست در نشست‌های مهستان کمکی ولو اندک به شکستن صدی باشد که جوانان ما همکنون بدان مشغولند. عباس دانشور هستم و اداره جلسه این هفته از طرف شورای مدیریت مهستان به عهده من گذاشته شده. موضوع نشست هم تکمیل مشروطه به مثابه زیربنای ذهنی و عینی آزادی و تجدد در ایران با دموکراسی و حقوق بشر. مهمان امروز ما هم خانم الهه بغرات هست. خانم بغرات تحصیل کرده حقوق در دانشگاه ملی ایران و علوم سیاسی در دانشگاه برلین، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن هستند. ایشون از ابتدای پیدایش جنبش سکولار دموکراسی ایران پشتیبان آن بودند. در دومین کنگره سکولار دموکرات‌ها به عنوان سخنران شرکت داشتند و در مقام سردبیر روزنامه کیهان چاپ لندن ناشر خبرهای کنگره‌های بعدی و گفتگو با برگزار کنندگان آن بودند. اکنون که مدتی است موضوع مشروطیت نوین به وسیله چند سخنران در جلسات مهستان مورد بحث قرار گرفته، حضور خانم بغرات و مطرح شدن افکارشون در این مورد میتونه برای غنای بیشتر بحث بسیار مفید باشه. برنامه امشب به طور زنده یا امروز به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی و سایر شبکه‌های اینترنتی پخش میشه و هموند ما خانم سپیده گرامی هم به طرح پیام‌ها و پرسش‌های هموطنان در خارج از این اتاق خواهند پرداخت. خانم بغرات، به مهستان سکولار دموکرات‌ها خوش اومدین.
باید عرض کنم که در طول برنامه 3 ساعته ما که 2 بخش داره، بخش اول شما 3 ربع تا 1 ساعت میتوانید صحبت بفرمایید، در بخش دوم سخنران برنامه معمولا سخنران ما به پرسش ها و یا اظهار نظرها پاسخ میدن. میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. خیلی خیلی ممنونم. سلام دارم خدمت تمام مهمانانی که الان در اینجا حاضر هستن و یا کسانی که از طریق پخش مستقیم میبینند. قرار ما برای این نشست قبل از رویدادهای اخیر ایران گذاشته شده بود و همچنین مضمون صحبتی رو که من تیترش رو ارائه دادم و همچنین، ولی در این حال با وجود غم و اندوه و امید و شادی که در دل همه ما هست، خیلی خوشحالم که در چنین شرایطی راجع به موضوعی بحث میکنیم که شاید میبایست خیلی خیلی پیش از اینها در مرکز توجه قرار میگرفت. البته من گمان نمی کنم هرگز تا حالا 3 ربع تا 1 ساعت جایی تونسته باشم حرف زده باشم، چون بیشتر علاقه من به گفتگو هستم. ولی اون چیزی رو که مطرح شد در سرمقاله چند هفته پیش من و من اینها رو به صورت عمدتاً تز در آوردم مطرح میکنم اینجا و حتما 3 ربع و 1 ساعت طول نخواهد کشید و خیلی خیلی خوشحال خواهم شد اگر که به صورت گفتگو اگر صحبتی هست، توضیحی لازم هست، من بتونم ارائه بدم. ببینید، چیزی که گذشته از موضوع جمهوری اسلامی و اون فاجعه‌ای که برای ایران اتفاق افتاده، همه ما در طول این 4 دهه تجاربی داریم، خودمون از نزدیک دیدیم و یا اینکه با مطالعه و دیدن تاریخ اتفاقاتی که در کشورهای دیگه افتاده یا تاریخ تطبیقی به فکر کردن راجع به موضوع انقلاب، موضوع تغییرات اجتماعی، تحولات اجتماعی پرداختیم. از نظر سیاسی من خودم همیشه طرفدار هرچه تشکیل بیشتر گروه ها، بیشتر فعالیت بیشتر بودم، چون همیشه فکر میکردم هیچ کس جای دیگری رو قطعا تنگ نمی کنه و یک جامعه، به خصوص جامعه‌ای که برای ما در 43 سال شرایط واقعا غیر عادی هستیم، چه در داخل ایران و چه در خارج کشور و چه در هر موقعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی که قرار داریم، همیشه تاکید من این بوده که غیر عادیه. من نمیتونم به عنوان، برای مثال، در به عنوان روزنامه نگار همونطوری روزنامه نگاری ایران رو ببینم یا براش بنویسم که برای مثال یه روزنامه نگار آلمانی یا انگلیسی انجام میده. به عنوان فعال حقوق بشر هم همینطور، به عنوان فعال حزبی و سیاسی هم همینطور. یک فعال حزبی در آلمان و در کشور خودش که در یک شرایط عادی به سر میبره، امکان نداره بتونه مسائل رو همونطوری ببینه که یک ایرانی مهاجر تبعیدی در یک حالت غیر عادی و یا یک مخالف یا فعال سیاسی در داخل ایران و در شرایطی واقعا غیر عادی زندگی میکنه. در هر صورت چه هرچه رسانه بیشتر، هرچه احزاب و گروه های بیشتر، هرچه تنوع و تصادم افکار بیشتر، تقاطع افکار بیشتر، اینها همیشه باعث میشه، اولا نشون میده که اون جامعه سیاسی و یا اون جامعه پویاست، زنده است، نمرده، و از طرف دیگه همیشه از توش ایده های نو بیرون میاد. در تمام این مدت به همین دلیل اون بخش سیاسیش که رسانه و نمیدونم حزب و گروه و اینهاست به جای خودش، ولی در طول سالها چیزی که همیشه ذهن منو به خودش مشغول کرده، در این حال در مقایسه با مثلا فرهنگ ایرانی، جامعه سیاسی ایرانی با فرهنگ اروپایی یا جامعه سیاسی مثلا آلمان، که خب من الان دیگه بیش از 30 سالی در اینجا زندگی میکنم، باش آشنایی دارم، یک جای کار میلنگه. من به شخصه به این نتیجه رسیدم که اون سیستم فکری هست،
سیستم فکری خیلی خیلی مهمه، چه در زندگی خصوصی آدم ها و چه در زندگی اجتماعی. سیستم فکری که سامان نیافته باشه یا هرج و مرج زده باشه یا ایدئولوژیک زده باشه یا به هر حال جاهایی با به دلایل مختلف فرهنگی، تاریخی، اقتصادی مشکلاتی داشته باشه، این سیستم فکری طبیعتاً در رفتار سیاسی، عمل سیاسی، اندیشه سیاسی و در عین حال اون فعالیتی که فعالان سیاسی معتقدن که برای تغییر و تحولات اجتماعی پیش میبرن حتماً اثر میذاره. مثلا چی؟ یعنی انقدر گاهی وقتا این سیستم فکری اسمش ممکنه خیلی مثلا آدم فکر کنه که یه چیز خیلی پیچیده ایه، ولی مضمونش ساده است. همین صحبتی که ما همین اولی جلسه کردیم سر وحشناسی، نه این از کجا میاد؟ از این نیست که مثلا من آدم خوبیم سر وقت میام یا مثلا یکی دیگه آدم بدیه سر وقت نمیاد و اینا. یک سیستم فکری هست که این مناسبات رو شکل میده. اگر من سر وقت میام به شما، من مثال میذارم اینجا رو یا سر وقت هر جایی که میرم، به اون مخاطبان خودم احترام میذارم، در این حال خودم هم به یک اصلی پایبند هستم که وقتی گفتم مثلا ساعت پنج حتما حضور پیدا میکنم. درست چطور آدم ها وقتی میخوان برن دکتر همش مواظب هستن که اون وقتشون رو خوب رعایت بکنن؟ طبیعتا در جاهای دیدم به همین شکل وقت شناسی مثلا. شما همین رو بگیرید برید تا بیس خیلی از مسائل دیگه‌ای که شاید بعضی وقتا یه سری چیزاش حاد باشه. مثلا من این رو مثال میزنم برای اینکه متاسفانه دیدش به عنوان یک آسیب شاید بعدها بهش پرداخت، در شرط فعلی شاید اصلا کاربردی نداشته باشه. مثلا وقتی که آدم ها همین موضوعی که در جامعه سیاسی ایران به عنوان انتقاد مطرح میشه، وقتی فعالیت سیاسی یا حقوق بشری به کسب و کار تبدیل میشه، نه این به سیستم فکری برمیگرده و یک سری مسائل اینجوری. بعد از این به کجا آدم میرسه یا اون چیزی که تأملاتی که من پیش خودم همیشه توی ذهنم میچرخه و بهش در تمام این سالها فکر کردم، به این که چرا جامعه ایران 43 ساله به یکی از فاشیستترین، سرکوبگرترین، جنایتکارترین حکومت‌های جهان تن داده و در این حال هر بار که بلند شده، حالا از سال 57 به این بر که بیاین این کرونولوژی چه که نگاه کنید، میبینید که چطور به هر حال هرگز جامعه ایران خاموش نبوده. ممکنه که به عنوان احساب و گروه های سیاسی نمیگم، من جامعه رو میگم، من اون چیزی رو میگم که مثلا فرزند در صفهای مرغ و نمیدونم چیز کوپونی که خود من بودم. خود من 10 سال در جمهوری اسلامی زندگی کردم، توی اون صفها وقتی آدم میبینه که زیر لب میگن نور به قبرت بباره، حالا گذشت از این که ما موافق باشیم یا مخالف، ولی این به هر حال نشون میده که جامعه همواره در تلاطم بوده، منهای اون تظاهرات معروف 17 اسفند سال 57 مربوط به زنان علیه حجاب اجباری و بعدش همینطوری، یا چیزی که من به چشم خودم شاهد بودم راجع به مخالفتی که علیه جنگ در 2 سال پایان جنگ در ایران جریان داشت و یک همه میگن که قطعنامه، چون نمیدونم سلاحشون تموم شد، فهمیدن که شکست میخورن و فلان. یکی از دلایل مهمی که قطعنامه 598 رو جمهوری اسلامی قبول کردیم که مردم دیگه نمیرفتن. اول جنگ مردم داوطلبانه میرفتن، بعدش دیگه مردم نمیرفتن، اینها میرفتن به زور سهمیه میذاشتن، این کارخونه اینقدر بره، اون دانش مدرسه اینقدر بره، و دیدن که نمیشه. یک بخش مهمش این بود که مردم ایران علیه جنگ بودن، ولی واقعا من کم دیدم که جایی، من چون خودم اون موقع در ایران بودم و تراکت و اینها علیه جنگ پخش میکردیم، به این دلیل بود که مردم علیه جنگ بودن. نه اینا چیزایی هستش که میاد جلو و شما میبینید این جنبش وجود داره، پیش میره، ولی با این همه با قدرت سرکوبی که وجود داره مرتب
مجبور میشه مثل آتش زیر خاکستر پنهان بشه و در این حال از این طرف هم ایرانیان خارج کشور هی تلاش میکنن، نمیدونم منشور، نمیدونم چند هست، رفراندوم هست، این گروه اون گروه این گروه هست، به جایی نمیرسن که بتونن اون پیوند رو، اون ایده هایی رو که دارن به شکل منسجم ارائه بدن. چیزی که فکر من رو در ادامه خلاصش رو اینجا گفتم به خودش مشغول کرد این هستش که وقتی به کشورهای دیگه نگاه میکنیم و یا خود ایران، همه اینها به یک سیستم فکری و به یک اندیشه مجهز هستن. اون اندیشه میتونه منفی باشه، نه مثل حکومت اسلامی، مثل فاشیسم، بر اساس اون اندیشه و یا بر اساس اون ذهنیت حرکت میکنن، پیش میرن، حالا یا شکست میخورن یا موفق میشن. مثلا از اندیشه انقلاب اکتبر شما بگیرید، از اندیشه دموکراسی انقلاب آمریکا شما در نظر بگیرید، انقلاب فرانسه رو در نظر بگیرید و اندیشه ارتجاعی سال 57 رو در حکومت اسلامی و ولایت فقیه در نظر بگیرید و اندیشه مشروطه رو قبل از اون در نظر بگیرید. خیلی خوب، حالا برای ایران ما اگر بخواهیم که ایده دموکراسی و آزادی رو که به هر حال یک درسته که در غرب به وجود اومده، فاشیسم هم در غرب شکل گرفته، ولی یک موضوع چون با ذات و سرشت انسان نزدیکی و همخوانی داره، یک موضوع جهانی است، جهان شموله. شما نمیتونید بگید آفریقایی‌ها نمیتونن دموکراسی داشته باشن ولی اروپایی‌ها میتونن، یا ایرانی‌ها نمیتونن ولی مثلا اسرائیلی‌ها میتونن. نه، در جامعه خود ایران چه بستر فکری وجود داره که شما میتونید این دموکراسی رو به عنوان دستاورد بشری که در غرب تجاربش عمدتاً ثمر داده بیارید و در جامعه ایران به عنوان یک راهکار، به عنوان ابزار، چون دموکراسی که خودش هدف نیست، دموکراسی خودش یک بستره برای اینکه شما اون هدف رو به دست بیارید. هدف چیه؟ من همیشه گفتم آزادی، امنیت، رفاه. تمام دنیا روی این شکل گرفته، بیش از این چیزی نیست. تمام دموکراسی موجود هم که میبینید، برنامه های احزاب و اینها روی این هستش که روی همینا تبلیغ میکنن، حالا اینکه چقدر پیش ببرن یا چقدر پیش نبرن. در مورد ایران شما اون وقت متوجه میشید تاریخ معاصرش، خب به قاجار که نمیتونید تکیه بکنید. خمینی که اون ذهنیت ولایت فقیه و حکومت اسلامیشو داشت، آورد و پیش هم برد، موفق هم شد، 43 سال در قدرت بود و امیدوارم که به 44مش نرسه. حالا اگر این قرار باشه به 44می نرسه، کدام بستر رو ایرانی ها دارن؟ کدام بستر فکری، ذهنی که میتونن بر اساس اون از این پرانتز، از این انقلاب ارتجاعی، از این حکومت اسلامی عبور بکنن و اون رو برای آزادی و امنیت و رفاه، اون چیزی که همه دنیا میخواد، بر اساس دموکراسی، بر اساس جدایی دین از دولت و بر اساس حقوق بشر پیاده بکنن؟ به نظر من انقلاب مشروطه است و که میتونه با اون شعار آزادی و تجددی که داشت، دموکراسی و حقوق بشر رو پس از تجربه واقعا خونبار و ویرانگر جمهوری اسلامی روش بنا بکنه. هم مشروطه است و هم دستاورد 50 سال پهلوی. ببینید اون بخشی که میگه طرفدار مشروطه‌ام، طرفدار جمهوری‌ام، طرفدار نمیدونم پادشاهی‌ام، طرفدار این یا اون هستم، اون اندیشه نیست، اون سیاسته، اون به درد رأی میخوره. طرف میخواد اگر میخوان برن رأی بدن یا مثلا برن جایی پارلمانی بشینن، رئیس جمهور بشن یا نمیدونم برای فلان دولت پادشاهی رأی به دست بیارن، اون برای رأیه. اندیشه با عقیده سیاسی فرق میکنه. یکی از آسیب‌های جامعه سیاسی ایران به نظر من همیشه این بوده که طرفداری سیاسی رو با اندیشه و اون تفکر
تفکر سیاسی، تفکری که میشه بر روش بنا کرد. شما آدم که نمیتونه مثلا بر اساس طرفداری از این حزب یا اون حزب یا این فرد یا اون فرد مثلا یه چیزی رو بنا بکنه یا یه ایده اجتماعی رو بده، اما بر اساس اندیشه سیاسی. چرا؟ مشروطه اندیشه سیاسی بود که بعداً 50 سال پهلوی، اگر مشروطه اتفاق نمی افتاد امکان نداشت پهلوی هم بتونه دستاوردی داشته باشه، ادامه همون قاجار می شد، حالا به هر شکلی که می بود. به همین دلیل بحثی رو که من هم تو اون سرمقاله مطرح کردم و زمینه گفتگوی امروز شد این هست: اگر ایران می خواد به اصطلاح از اون از نظر سیاسی که بعضی ها حساسیت هایی دارند از موضوع پهلوی بگذره، باید دارای حکومتی باشه که دستاوردهای بیشتر از پهلوی به مردم ارائه بده. هر موقع این حکومت در ایران روی کار اومد، اصلا فرقی هم نمی کنه جمهوری باشه، پادشاهی باشه، هرچی باشه، اگر اون حکومت روی کار اومد، اون موقع پهلوی برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد و اون حکومت میشه مبنای تجربه جدید آدم ها. جمهوری اسلامی هیچی نمیده، شما بر اساس جمهوری اسلامی نمیتونید هیچی بنا کنید، کما اینکه مشروطه هم بر اساس قاجار چیزی رو بنا نکرد. نمیدونم الان شما مثلا روسیه رو در نظر بگیرید یا بخوان تغییرات انجام بدن، یک دلیل اینکه به نظر من روسیه نتونست بعد از فروپاشی اون دموکراسی رو که در کشورهای همسایش در اروپای غربی و بعدش در خیلی از کشورهای اروپای شرقی پیاده شد پیش ببره، اینه که اولا اندیشه تفکر اندیشه انقلاب اکتبر یک اندیشه الکم بود و بعدش خب روی چی بنا بکنه؟ روی تزاریسم بنا بکنه. یک خلأ این وسط بود که فروپاشی اتحاد شوروی رو به دموکراسی نرسوند. چنین اتفاقی در آلمانی که نزدیک 200 سال الان جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای داره نمیتونست اتفاق بیفته. میتونست فاشیست توش به وجود بیاد که اون هم از روی رأی دموکراتیک به وجود اومد، ولی طور دیگه‌ای نمیتونست مثل روسیه توش اتفاق بیفته. هر کدومو که آدم نگاه میکنه میبینه که یک پشتوانه ذهنی دارن که این یا اون روند از توش زاییده شده. در مورد ایران به نظر من انقلاب مشروطه است و دستاوردهای پهلوی که میتونه بستر یا در واقع زیربنای ایران آینده قرار بگیره و این رو شاید به غیر از بخش کمی به نظر من خود جامعه تشخیص داده. خود جامعه داره با سیگنال های مختلف از دست کم دهه 96 به این طرف اعلام میکنه که کدوم مسیر رو تشخیص میده که درست است. اون بخش میگم سیاسیش و طرفداری از این و طرفداری از اون و نمیدونم این نظام و اون نظام رو بذارید کنار، من دارم روی سیستم فکری و اندیشه سیاسی، تفکر سیاسی صحبت میکنم که اگر ایرانی ها روی اون چیزی که دارن بنا نکنند و هی یه چیز انتزاعی دموکراسی یا مثلا حقوق بشر که یه چیز نتونن اینا رو این دو تا موضوع رو با اون چیزی که خودشون به طور بومی و ملی دارن پیوند بدن، یا طور دیگه بگم مثبت بگم، اگر بتونن پیوند بدن در اون صورت خیلی خیلی میشه امیدوار بود که این جنبشی که میگم خیلی غیر منتظره را افتاد، غیر منتظره از نظر زمان حال دارم میگم، وگرنه همه ما میدونیم که به این ماجرا اعتراضات دیر یا زود راه میافتد، به آینده ای برسه که ایران شروع به ساختن خودش، التیام زخم های خودش و ترمیم خرابی های خودش بپردازه. مرسی از صبر و حوصله شما.
خیلی ممنونم خانم دانشور، تشریف ندارم. آقای دانشور تشریف دارید؟ انتظار نداشتم که شما خیلی خیلی گفته بود پایان ببرید. من که هشدار داده بودم. بله اشکال نداره، من معمولا مهمانان ما سخنرانان که تشریف میارن تا سه رو یک ساعت نیم ساعت اینها حداقل گفتگو میکنم، ولی مهم نیست، ما میتونیم با پرسش و اظهار نظرها ادامه بدیم جلسه. خیلی ممنون از شما. در داخل تالار آقای عرب وقت گرفتن، بفرمید آقای عرب، پرسش و اظهار نظری داریم، بفرمید. با سلام خدمت دوستانی که در جلسه حاضرن و مخاطبین بیرون از زوم، و با تشکر مجدد از خانم بغراد که تشریف بردن ما در خدمتشون باشیم. شما تو صحبتاتون گفتید که از سال 96 مردم یه بازگشت با سیگنال‌های بازگشت به مشروطه رو در واقع اعلام میکنن. این کدوم سیگنال هاست که شما مد نظرتونه؟ چون بازگشت به دموکراسی یه بحثیه، بازگشت به نمیدونم حالا یه حکومت عرفی، یه حالا بگیم سکولار، یه مطلبیه که خب مردم توی شعاراشون حالا به اون عناوین مختلف عنوان میکنن، ولی بازگشت به مشروطه رو من نمیدونم که دلایلش چیه. اگه لطف کنید بفرمایید خیلی ممنون میشم. بفرمایید خانم. مرسی. من اصلا نگفتم بازگشت به مشروطه، من صحبت توی حرفم اصلا بازگشت به مشروطه نبود، بلکه بستر فکری مشروطه برای آینده ایران. بازگشت اگر کلمه را لغوی در نظر بگیریم که اصلا امکان نداره، همه میدونن، شما نمیتونید همین لحظه، همین ثانیه که داریم حرف میزنیم به یک آن قبل برگردیم. شاید بهتر بود اونایی که راجع به مشروطه صحبت میکردن کلمه تداوم رو به جاش میذاشتن، نه بازگشت رو، تا این سوء تفاهم راجع به معنی لغوی پیش نیاد. ولی من اصلا تو صحبتم بازگشت به مشروطه نبود، بلکه وقتی شعارهایی برای مثال در رابطه با پهلوی ها سر میدن، برای من اون شعارها بر اساس اون دستاوردهایی است که اون زمان داشتند، و این به معنی این هست که اون دستاوردها رو میخوان. نمونش رو داریم الان به وضوح در ایران میبینیم، کشف حجاب، مردم نمیخوان، زنان نمیخوان، نه اینکه زنان فقط، من مردهای زیادی هم هستن که نمیخوان زنان حجاب اجباری داشته باشند. خب اینو کی داشتن؟ چه زمانی از چنین حقی برخوردار بودن؟ این یک سیگنالیه که میخوان همون حقوقی رو داشته باشن که قبلا داشتن و جمهوری اسلامی از اونها گرفت. این بخش حقوقیش. بخش اندیشش به نظر من مهمه، اندیشه مشروطه، تفکر مشروطه. شما اون بخش، بعضی از کسانی که عمدتا سیاسی فکر میکنن بخش نظامش رو در نظر میگیرن، در حالی که تفکر مشروطه تفکر ضد استبدادی اونش اهمیت داره، و این رو به نظر من میبایست به عنوان بستر تاریخی و تجربی تاریخ معاصر ایران در نظر گرفت که آینده ایران باید بر اون بنا بشه. آینده ایران باید بر اون بنا بشه، گذشته ای که آینده برش بنا میشه. شما نمیتونید حالا گذشت از اون که اصلا از نظر هیچی، از هیچ نظری امکان نداره به گذشته برگشت، در این حال هم شما نمیتونید برگردید به مشروطه و بخواید دوباره یه چیز رو بسازید. موضوع سر این هستش که این گسستی که در 57 به وجود اومد، این گسست باید با یک پل بین آینده و 57 این گسست رو برش غلبه کرد، یعنی گسست جمهوری اسلامی. نمیشه بر روی جمهوری اسلامی بنا کرد، نمیشه روی قاجار بنا کرد، روی دموکراسی آلمان هم نمیشه بنا کرد، روی آن چیزی هم که در عراق و عربستان اتفاق میفته نمیشه بنا کرد، روی آنچه که در آمریکا هم اتفاق میفته نمیشه بنا کرد. ایران باید بگرده ببینه خودش
چه چیزی داره که میتونه بر اون بنا بکنه. اون چیزی که داره یکی انقلاب مشروطه است، آزادی و تجدد، و دیگریش دستاوردهای دوران پهلوی 50 سال که کم نیست و ما الان داریم میبینیم که اون دستاورد چقدر اهمیت داشته در اون زمان که بعد از 43 سال زنها حقی رو میخوان که 43 سال پیش داشتن. تفکر مهمه. من فکر میکنم جامعه سیاسی ایران باید تأمل بکنه از روی عقیده سیاسی رو با تفکر عوضی نگیره. ممنون از شما. میپردازیم به پیام یا پرسشی از هموطنانمون خارج از این تالار. خانم قیاسفند، پیامی هست از بیرون؟ صداتون واضح نیست زیاد، یه خود ضعیف میرسید. حالا چطور؟ بهتره. نظرت میخوام، من خودم میکروفونم مشکل پیدا کردم. اگر الان صدای من رو دارید صحبت کنم، اگر نه بذارید پیام رو بعدا بخونم که بتونم میکروفونم رو درست کنم. شما میتونید بعدا بخونیم. میپردازیم به خانم عسکری گرامی داخل تالار. بفرمایید خانم عسکری. درود بر شما و دیگر دوستان و به خصوص بانو بغرات عزیز. خوشحالم که در خدمت بانو بغرات هستیم. بانو بغرات، من نیز مثل شما فکر میکنم که بهترین راه مخصوصا امروز برای ما حول محور مشروط نوین جمع شدن و به هر حال حول بدون تعارف حول محور شاهزاده امروز، حالا با توجه به دستاورد دوران پهلوی باید جمع بشیم و از این بنبستی که قرار داریم در بیاییم. شما از یک سیستم فکری صحبت کردید. ما میبینیم که مردم ما از اپوزیسیون که به هر حال کسانی که مخالفن یا اپوزیسیون نامیده میشن در بیرون از ایران جلوتر هستن. چه باید کرد که یک در واقع این حلقه بین افرادی که در جبهه مشروط خواهی تشکیل میدن با جوانان و مردمی که کف خیابان ها هستن امروز، این پیوند سریع ایجاد کرد که در خلال اون و در کمبود اون ما به هر حال شاهد جریان های سو و منحرف نباشیم. سپاسگزارم. مرسی از شما. بفرمایید خانم بغرا. مرسی خانم عسکری گرامی. نه مشروطه، نه جمهوری، نه هر جریان دیگه به نظر من هیچی، هیچ کاری. دلیلش در طول این همه سال هم ثابت شد که نمیشه هیچ کاری از اینجا کرد. همون نکته است که گفتم، غیر عادی بودن شرایط زندگی ما از جمله از نظر سیاسی، چه در داخل کشور چه در داخل ایران. و یکی دیگرش اینه که من همیشه تکرار کردم و خیلی خوشحالم که هر بار این ثابت شده، نه اینکه اختراع من باشه، یه چیز کاملا چیز هست، کاملا طبیعی و منطقی هست، اینکه اتفاق درون ایران میفته، تصمیم رو مردم ایران میگیرن، رویدادها رو مردم ایران شکل میدن. تمام این موضوعاتی که به عنوان اپوزیسیون در خارج کشور و اینها مطرح میشه به نظر من اصلا موضوع مهمی نیست. اینا حل خواهد شد اگر که اونجا درست بشه. تمام اینا حل خواهد شد و شما شاهد تشکیل احزاب و نیروهای چه بسا جدیدی خواهید بود که اصلا اینایی رو که فعلا وجود دارن بزنن کنار. تجارب کشورهای دیگه نشون میده به فراوانی که احزاب و گروه هایی وجود دارن که فقط در یک دوران انقلابی وجود دارن. بعد از انقلاب انقدر اینها، چون اینها خصوصیتشون یا اون
ظرفیتشون برای اون دوران بوده، نمیتونستند پاسخگوی دوران بعدش که یه مقدار آرامش هست باشند. عین تغییر و تحولات طبیعی، یعنی چطور طبیعت خودش رو سامان میده، در مورد اجتماع هم به نظر من به همین شکل هست. اون تغییر و تحولاتی که در اجتماع جریان داره و همین الان هم حتما جای نگرانی هست که در ایران از این اعتراضات به غیر از بخش سرکوبش چه چیزی حاصل خواهد شد. نهایتا اون نیروی اجتماعی که قوی تر هست و سازماندهی بیشتری داره و مردم بیشتری بهش تمایل دارن، اون میتونه به اصطلاح به طرف یعنی اون میاد رو. نه در مورد احزاب و گروه هم که اینکه مثلا اینجا حزب ایکس یا گروه ایکس در خارج کشور بخواد روابطش رو با درون کشور نمیدونم پیوندش رو درست بکنه، اینا جز همین پیام واتس اپ و ایمیل و نمیدونم این چیزا و یه سری راهنمودا یا همین صحبتایی که ما داریم میکنیم، بیش از این نخواهد شد. چرا؟ چون محل طبیعی زندگی سیاسی احزاب، گروه ها، فعال سیاسی اصلا خارج کشور نیست، ایرانه. به همین دلیل این مشکل هی وجود داره و هی همه راجبش بحث میکنن و هیچ به هیچ نتیجه هم نمیرسن. چرا؟ چون شما گیاهی رو از ریشه کندید، بردید، گذاشتید جای دیگه ای و میخواید که بگید چرا این رشد نمیکنه، چرا این نمیتونه با درختای که توی جنگل شمال هست پیوند داشته باشه. نمیشه. بنابراین تمام نیرو میبایست روی این میبود، روی روشن در تمام این سالها روی روشنگری و روی این خیلی مهمه جای درست ایستادن. ببینید شما وقتی در جای درست مثلا فکر کنید روزنامه کیهان لندن رو در نظر بگیرید، جایی که من چون باش کار میکنم نزدیک دیگه 30 سال داری میشه باش آشنایی دارم. این همیشه اون حرفی رو میزدن که بعداً از جامعه ایران هم شنیده شد، ولی نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من این حرف رو به میان مردم بردم. خب میتونه ادعا بکنه که من جایی درست، فعلا درست، آینده نشون خواهد داد که باز چه چیزایی درست یا چه چیزایی نادرست بوده، این اون چیزی که ما در طول 57 تجربه کردیم. میتونه بگه من جایی بودم که درست بوده، توی گیومه میگم درست بوده چون آینده نشون ثابت خواهد کرد، و اون مردم که من هی داد میزدم ولی گوش نمیدادند به تجربه خونین خودشون، با از دست دادن جوانان خودشون به قیمت از بین رفتن محیط زیست و به قیمت اینکه نمیدونم معیشتشون رو نتونن به دست بیارن، از طبقه متوسط زیر خط فقر افتادن، با این همه هی صف کشیدن، رأی دادن به خاتمی، رأی دادن به اون، رأی دادن به اون، رأی دادن، ولی باز به هیچ جا نرسیدن. این مردم با این تجربه سنگین و خونین و غم‌انگیز بیان برسن به اون جایی که بابا نمیشه، نمیشه با جمهوری اسلامی، نمیشه. بنابراین اون بخش من فکر کنم موضوع اپوزیسیون و اینها رو شاید همین گفتگوهایی که شما پیش میبرید یا بحثایی که توی رسانه ها میشه، اینا تنها کاریه که در خارج کشور میشه انجام داد، به اضافه این که در داخل کشور هم متاسفانه اپوزیسیونی نیست که بخواد کاری رو انجام بده. اون مردم با ریختن خون خودشون، با اومدن به خیابون، دارن اون فضا رو به وجود میارن، به وجود خواهد اومد. این حرکت که به نظر نمیرسه سرکوب شدنی باشه، حرکت هفته اخیر رو من دارم میگم، حتی اگر بیان بمب نمیدونم اتمی هم توی ایران منفجر بکنن که خاموشش بکنن، باز دوباره به راه خواهد افتاد، چون جمهوری اسلامی فرزند زمان نیست، از قعر تاریخ اومده، باید به تاریخ ترین قعر تاریخ هم سپرده بشه تا اون مردم بتونن راهشون رو به طرف همون سه چیزی که گفتم باز بکنن: آزادی، امنیت، رفاه. این آزادی، امنیت، رفاه میتونه به این شکل باشه یا به اون شکل باشه، منتها اون سیستم فکری، بستر فکری، سکویی که میتونه روش تکیه بکنه بگه مال منه،
من روی این سکو وای میستم و اون دموکراسی و حقوق بشری که آقای اروپا، خانم آمریکا، غربی هایی که چشمتون و گوشتون رو به روی من بستید، من بر روی این سکوی مشروطه و 50 سال آزادی های اجتماعی، توسعه و تمام دستاوردهایی که داشتم، دموکراسی و حقوق بشر رو بنا می کنم توی کشور خودم. اونجا اون وقت این اپوزیسیون یا گروه های جدیدی که من اطمینان 100% دارم که با باز شدن فضای سیاسی در ایران انقدر احزاب و گروه های تازه ای شکل خواهند گرفت، شما اونایی را که مال قدیمی اصلا فراموش کنید، اونا به تاریخ سپرده شدن. نسل های جوان ایران نمیان برن زیر پرچم اونهایی که به هر حال چطوری بگم، همون مثل زندگی طبیعت که بعضی ها رو یه سری نیروها جا به جا میشن، به تاریخ سپرده میشن، نیروی جدید میان، ایران هم همانطور خواهد شد و ایران هم از نظر سیاسی فضای سیاسیش به شدت تغییر خواهد کرد. منتها این اطمینان نباید باعث این بشه که همه هوشیاریشون از دست بدن. همه باید هوشیار باشن، چون نیروهای مرتجع از هر طرف، چپ، راست، مذهبی، فرقی نمیکنه، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، فرقی نمیکنه، نیروهای افراطی در همه اینها هستن. اینها همیشه مترصد هستن در فضایی که ممکنه خلایی به وجود بیاد، ترجمه‌ای که باشه سوء استفاده بکنن. باید حواس آدم باشه که اون آرزویی رو که 43 سال خیلی از ایرانی ها داشتند و خیلی از گروه های اپوزیسیون از هر فکر و عقیده‌ای، اون آرزو به انحراف نره. خیلی ممنون. اشاره فرمودید به خلایی که ایجاد میشه، در حقیقت اون پلیس به از حکومت فعلی فاشیستی به فضای دموکراسی که در اونجا احزاب و نهادهای مدنی به شکل خواهند گرفت. فکر کنم در بحث امشب بیشتر خواهیم رسید بهش. خیلی ممنون از شما. خانم قیاسان، مثل این درست شد اشکال فنی؟ نمیدونم آقای دانشور، آیا الان صدای من به خوبی؟ خب بله الان بسیار خوبه. سرشون رو تکون میدم. عذرخواهی میکنم بابت بد بودن کیفیت صوت. اولا که درود بر همگی، درود بر خانم بقراط گرامی که من شخصا خیلی خیلی مشتاق بودم که ایشون رو از نزدیک ببینم. البته حالا فعلا از نزدیک، فعلا تا یک قدم نزدیکتر برداشتیم و اونم اینه که در یک جلسه مجازی با شما همراه هستم. امیدوارم که از نزدیک واقعی شما رو ببینم. عرض کنم که اول خدمت شما دوستان عرض کنم که هفته پیش در همین برنامه قبل از اینکه پیام ها رو بخونم آرزو کردم که کاش اعتراضات از سقز و سنندج به سراسر ایران برسه. در طی این هفته این آرزو برآورده شد، ولی دو چیز قلب منو واقعا به درد میاره. اولیش به خاک و خون کشیده شدن و در بند شدن هموطنان عزیزمون هست و از اون بدتر زایع شدن این خونها در اون روزی که زبانم لال شاهد این باشیم که سکولاریسم و دموکراسی در کشورمون جایگزین استبداد مذهبی نشده باشه. در اون روز که امیدوارم هیچ وقت نبینیم واقعا اون روز رو، حقیقتا من انگشت اتهامم رو اول به سمت این حکومت جلاد خواهم گرفت و پس از اون حقیقتا به سمت خودمون که برای نجات مردممون اونطوری که باید کاری نکردیم. منو ببخشید که از این تریبون استفاده کردم این نکته کوتاه رو عرض کنم. و اما آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من تشکر میکنم که در مهستان به فکر فردای وطنمان هستید. حضور غرورآفرین دختران و پسران و زنان و مردان سراسر ایران در خیابان و مبارزهشان با لشکر ظلم و جهل نباید ما را از آنچه در ایران آینده شکل خواهد گرفت غافل کند. ممکن است شما را سرزنش کنند که در میان دود و آتش و فریاد و خونی که در خیابان‌های ایران جاری است، خونسرد نشسته اید و از فردا سخن می‌گویید، اما یقین بدانید که کار شما خلأ بخش مقفول انقلاب کنونی ایران را پر می‌کند. از شما متشکرم. سپاسگزارم. مرسی از شما. بسیار نظری کرده بودن. شما اگه واکنشی دارین بفرمایید. نه، صحبت خاصی ندارم. بسیار. برمیگردیم داخل سالون. آقای حسن دانشور وقت گرفتن از طریق موبیل. بفرمایید. خیلی ممنون.
درود می‌فرستم به حاضرین در نشست و مهمان گرامی خانم بغرات. من از نکاتی خانم بغرات گفتن چند تا یادداشت برداشتم، بعد یه چیز هم اضافه میکنم از خودم به این بحثا. یکی برخ صحبتشون بود در مورد فرق بین اندیشه سیاسی و جهت‌گیری های سیاسی حزب گروهی، که به نظر من درسته، اما به حال اندیشه سیاسی کار الیته، الیت سیاسی، الیت روشنفکر به طور عام‌تر بخوام بگیم، و تازه توی دموکراسی هم که شما نگاه کنید گرایشات سیاسی حزبی مختلف در واقع پاسخهایی هستند به اندیشه های سیاسی موجود در جامعه. این حرف کاملا درسته. و بعد راجع آنچه راجع به اپوزیسیون گفته شد، به نظر من کاملا درسته. ما اپوزیسیون در واقع معنای واقعیش اینه که در یک جامعه یک حکومت نرمال وجود داشته باشه و دولت‌های بیان و برن، همیشه در مقابل دولت‌های یک جانشین‌های آلترناتیوهای وجود داشته باشن که خودشون رو در اصطلاح سیاسی بهشون میگیم اپوزیسیون. در مورد گروه‌های سیاسی خارج کشور من هم موافقم، اسم حتی اسم اپوزیسیون نمیشه بینا گذاشت، این نادرست هم از سیاسی. اما حرکت به سمت دموکراسی احتیاج به الیت داره. از این نظر الیت سیاسی یعنی روشنفکرانی که با سیاست آشنا، فلسفه سیاست میفهمند و فرق هم نمیکنه که داخل باشن یا خارج باشن، هیچ اهمیتی نداره. تجربه تمام دنیا هم نشون میده که گاه در داخل، گاه در خارج، گاه در هر دو جا، غالبا در هر دو جا مؤثر هستن در شید حوادث سیاسی در جامعهشون. بنابراین اون چه امروز کمبود جنبش سیاسی ایران رو نشون میده فکر اندیشه سیاسی است که از طرف الیت سیاسی و روشنفکر جامعه در بشه، که هنوز در واقع این عمل اتفاق نیفتاده. و نکته بعد اینه که به طور کلی سیاست در درون دموکراسی یه خصلت سیاسی داره میتونیم بگیم، ولی در بیرون از دموکراسی مثل جامعه ما سیاست بیشتر جنبه فنی و تکنیکی داره، چون اصلا ربطی به خصلت دموکراتیک نداره. حالا از این حرفای بگذاریم، این حرفم درست بود که ایشون گفتن که به حال دموکراسی رو باید بر داشته های خود بنا کرد. همه جای دنیا اینطوری بوده، تو اروپا هم که نگاه کنید، تو امریکا، اروپا، هر جای دنیا که دموکراسی مستقر شده به هر حال یک زمینه‌های پیشینی وجود داشته. در خود اروپا نگاه کنید، ابتدا دیکتاتوریایی بودن که مصلح بودن و بعد حکومت قانون‌گذاری شکل میگیره، بعدها قدم‌های بیشتری گذاشته میشه تا امروز دموکراسی مدرن به این شکل وجود میاد که الان داریم. مثلا 50 سال پیش شما دموکراسی 50 سال پیش امروز قابل تصور نیست که مثلا در کشورهای دموکرات جان داشته باشیم، یا همینطور که دموکراسی 2000 سال پیش رو نمیتونید داشته باشین که در روم و یونان بود. دموکراسی هم به سر پدیده زنده دیگه روش میکنه و اشکال جدیدی میگیره و پاسخ میده به نیازهای جدید جامعه و مردم. برابر این در مورد ما هم استثنا نیست. از روی هوا قطعا نمیتونیم بیاریم، هر ما یه بک‌گراندی داریم، زمینه‌های سیاسی تاریخی داریم که روش میتونیم کلیشه‌ای بنا کنیم. اما بگمان من برای اینکه بگیم حالا تداوم مشروطه، وقتی این کار عملیه که در درجه اول ما به کاشتی های مشروطه هم در واقع وقوف پیدا کنیم، چون میدونیم که مشروطه 106 سال 105 سال پیش امروزه اگر بخواد بیاد چیز خیلی آش دهن‌سوزی نیست، همونجور که سخنران محترم گفت در ابتدای صحبتشون که حتی رژیم پهلوی اگر بیاد که مورد علاقه خیلی از جوان هاست به حق و هر واکنشی هم که نگاه کنیم حق دارن، باید حکومت جدید فراتر از باشه. معنی این حرف اینه که امروز ما با مفاهیم جدید در دموکراسی برخورد داریم که باید اونا باشه و اینا دیگه دموکراسی در واقع بی‌معنی میشه. مثلا در قلب دموکراسی مدرن مسئله آزادی هاست که خیلی اهمیت داره. امروز شما دموکراسی بدون آزادی در واقع مفهوم میانتویی خواهد بود. پس اگر ما بخوایم، حالا من البته به گمان خود من حالا خیلی دوستان علاقه مندن که کلمه مشروطه رو به کار برن به خاطر که مشروطه واقعا مردم ایران باش آشنا، ولی امروز دموکراسی مدرن هستن، جهان کوچک شده و خیلی کار مشکل نیست فهمش برای جوانایی که با یک داشتن یه دونه دستگاه کوچولو میتونن به اندیشه سیاسی مدرن دسترسی داشته باشن، امر دشواری نیست. ولی به هر حال اگر بخوایم اسم همون کلمه مشروطه رو به کار بریم، باید به کاستیای مشروطه به حال پی ببریم و سعی کنیم از این کاستی خودمون رو دور کنیم. به گمان من فعلا به نظر میشه چهار موضوع هست که میشه بهش در واقع تفاوت بین
جنبش مشروطه رو یا جنبش مشروطیت رو با جنبشی که امروزه تو خیابان‌های تهران ایران وجود داره میشه چشمگیره و میشه بهش اشاره کرد و این خیلی مهمه دونستن این اختلاف این تفاوت ها. بگم آن من اولین تفاوت اینه که اگر در انقلاب مشروطه نگاه الیت سیاسی ما به عقب ماندگی های ایرانیا نسبت به غرب بود و تلاش اونا برای بیداری ایرانیان نسبت به این هم بود، در جنبش شهریور را اگه سوزن جنبش شهریور هم این جنبشی که از هفته پیش آغاز شده، یه نسل جدید رو میبینیم پیدا شده که نه تنها از الیت سیاسی خودش جلوتره بلکه خواستاش هم مدرنتر و پیشرفته تر از همنستان خودش در غرب امروزی است. و این امر باعث تعجب و تحیر روشنفکران شده توی غرب. یعنی مثلا شما صحبتی که اول سخنرانی آمد قبل سخنرانی راجع به این که امروز ما در جهان در واقع اولین تجربه جنبش فمینیستی و جنبش حقوق زنان داریم که با این ابعاد میلیونی انجام میگیره. بزرگترین جنبش فمینیستی جهان مثلا تو دهه 60 و 70 آمریکا اصلا قابل مقایسه نیستن با جنبشی که امروز در ایران در واقع در حال عملی شده. خب این یک حالا میتونیم بگیم که خب یه مبارزات زمان شاه بوده، یک دستاوردهایی در زمان پهلوی ها بوده که خب زنها آزاد شدن تا حدودی، مثلا تونستن وارد اجتماع بشن، وارد کار بشن، حجاب برداشته شده، غیر و غیر، همه درسته و بی تأثیر هم نیست، ولی حرکت بگم آن من امروز که حرکتی که با کیفیت کاملا نوینی که اصلا قابل مقایسه با اون چتابه ها نداشتیم نیست. نکته دوم اینه که در جنبش مشروطیت بگم آن من ناسیونالیسمی که از پایه های حرکت مردم بوده که در اون دوره امر ناگزیر هم بودش، تردید توش نیست، در حالی که امروز در جنبش شهریور ما حقوق بشر و در رأسش حقوق زنان جایگاه مهمی داره و این یک جهش بسیار بزرگی به سمت دموکراسی مدرنه. سومین تفاوت بگم آن اینه که در جنبش مشروطیت ائتلاف گروه های مختلف سیاسی، صنفی، مذهبی بود که جنبش مشروطیت رو پیش می‌برد که این خودش نقطه ضعف جنبش مشروطیت بود و باعث درگیری های بعدی در مشروطیت شد، در حالی که خوشبختانه و تا کنون حداقل جنبش شهریور خصلت فراحزبی فراگروهی خود رو حفظ کرده و اجازه ورود ایدئولوژی های طبقاتی، قومی، مذهبی و ناسیونالیستی رو به درون جنبش هنوز راه نداده. و بالاخره چهارمین تفاوت جنبش امروز ما در خیابان های ایران با جنبش مشروطیت اینه که خود موضوع دموکراسیه. موضوع دموکراسی در جنبش مشروطیت در حاله ای از تصورات مذهبی و ناسیونالیستی قرار گرفته بود و هرگز نتونست خودشو با شفافیت و روشنایی کامل خودش رو از گرایشات ضد دموکراتیک منفک کنه و لذا به یک گرایش فرعی در بین سایر گرایشات فکری تبدیل شد و نتونست جایگاه شایسته‌ای در قدرت سیاسی پیدا کنه، در حالی که در جنبش شهریور و در همین چند روز 7-8 روز موضوع آزادی که در دموکراسی مدرن امروزی در مرکز اندیشه سیاسی قرار داره به شکل آزادی زنان خودش رو به جنبش تحمیل کرده. بنابراین اگر ما خواهان گذار به دموکراسی هستیم نمیتونیم به این تفاوت ها بی توجه باشیم و باید راجع به یکی یک اینا فکر کنیم، اندیشه کنیم و از همه اینا گذشته اونچه اهمیت اساسی داره در این دوران وجود فکر و اندیشه سیاسی برای گذار از همین امروز برای اینکه پیش بینی قدرت سیاسی جانشین بشه، کاری که ما تو میستان جمهوری سکولار دموکراسی 4-5 سال راجبش بارها بحث کردیم و صحبت کردیم که یک ابزار خیلی اساسی برای گذار به سمت دموکراسی پیشبینی قدرت یک دولت انتقالی فراحزبیه که این رو این تو به حال کتکیزی نرفت چون بیشتر جنات سیاسی به قول معروف اپوزیسیون ما گرایشات اقتدارگرانه برای گروه و اندیشه و فکر خودشون دارن، در نتیجه پای این مسئله هنوز نیومدن. شاید تنها کسی که جرأت میکنم بگم با این فکر آشناس، ولی خب به هر حال متاسفانه علیرغم ادعاهای زیاد و گمان من یک آدم تنهاست، شاهزاده رضا پهلویه که در واقع این مطلب رو خوب درک کرده، ولی خب هنوز الیت فرهنگی سیاسی و روشنفکر ما به این موضوع بسیار مهم هنوز پی نبرده و دست از اندیشه های قدیمی و کهنه و
و اختیارگرانه خودش برنداشته. شاید شاید جنبشی که جوانان، زنان و مردان ما تو ایران در راه انداختن، سیاسیون را من میگم روشن فکران، الیت سیاسی رو به فکر وابداره که در واقع برای این جنبش یک سر و یک مغز راهنما هر چه زودتر تهیه کنن، کاری که در تمام جنبش های موفق دنیا انجام شده و بدون اون تقریبا غیر ممکنه پیروزی. خیلی ممنون. مرسی از شما. بفهمید خانم بورات. بله، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. من با اغلب اونا موافق هستم، فقط شاید دو سه نکته توضیحی داشته باشم. و یکی حتما این هستش که طبیعیه جنبشی که بیش از 100 سال بعد از مشروطه در ایران امروز روی میده، در جهانی که اصلا با جهان 100 سال پیش که با جهان 50 سال پیش و 40 سال پیش هم قابل مقایسه نیست، حتما تفاوت‌های بسیار بنیادین داره که شما بهش اشاره کردید، آقای دانشور بهش اشاره کردن. در مورد به اصطلاح اون چیزی که دستاورد مشروطه به عنوان مثلا متمم قانون اساسی بهش اشاره میشه که 50 سال پهلوی هم بر اساس اون، البته اونها هم مجبور شدن برای اینکه یک سری حقوق رو از جمله در مورد زنان یا اقلیت‌های مذهبی تأمین بکنند، همون متمم قانون اساسی رو ناگفته باید زیر پا میذاشتند به سود جامعه. چرا؟ چون شما وقتی اون قانون اساسی رو در همون زمان شاه هم نگاه بکنید، اصلا نکاتی داشتش که به هر حال قابل قبول نبود و برای امروز قطعا قانون قابل اتکایی نیست. و اینکه من تعجب میکنم گاهی وقتا بعضیا روی چنین روی اون به عنوان تکیه‌گاه، به عنوان قانون اساسی تکیه میکنن، برای من جای تعجب داره. چون هر کس که اون رو خونده باشه، الانم خونده باشه هنوز بدتر، یعنی در شرایط قرن 21 خونده باشه، نمیتونه اون رو نقطه اتکایی بدونه. من تفکر مشروطه رو میگم بستر نقطه اتکا، نه قانون اساسی مشروطه رو. این کاملا درست هست. به همین دلیل هم عنوان صحبتی که من خواستم، اون تزی که در واقع مطرح کردم، این هستش که تکمیل اهداف مشروطه که آزادی و تجدد بود با دموکراسی و حقوق بشر، که هر دو اینها اون رو مدرن میکنن و اصلا نه به معنی بازگشت هست، بلکه به معنی تداوم از روی این گسست جمهوری اسلامی است. چون جمهوری اسلامی 43 سال در تاریخ معاصر ایران گسست به وجود آورده، این گسست همون گسست هم اندیشه است و هم روند جامعه. یه نکته دیگرم، من به این تا یه حدی بهش اعتقاد دارم، ولی آینده نشان خواهد داد که آیا درست هست این دید من یا نه. همونطور که ثابت شد، همیشه ثابت شد، چه در جنبش 88، چه بعد 96، چه تابستان 97، بعد 98، بعد همین پاییز 1400 ما تظاهرات اصفهان و خوزستان رو داشتیم، همه چیز در اون داخل کشور هست، مردم هستن که میتونند کاری بکنند که اپوزیسیونی که، یا من تو گیومه میگم هر نیرو فعال سیاسی که در خارج کشور هست، بتونه تحرکی داشته باشه یا نداشته باشه. اونجا تحرک داشته باشه، اینجا به حرکت در میاد. اونجا تحرک نداشته باشه، اینجا چه بسا حتی دچار ناامیدی بشه و فقط همین روشنگری و بحث و صحبت و اینها. اون چیزی که میگم آینده نشون خواهد داد، آقای دانشور دو بخش کردن که جوانانی که توی ایران هستن، تو خیابون هستن یا فعالیت میکنن، یا به هر حال اون کسانی که جنبش کنونی، جنبش شهریور رو دارن پیش میبرن، که البته الان مهرم بهش اضافه شده، و الیت سیاسی یا روشنفکر، چه بسا اون الیت اصلا همونجاست. این الیتی که دیگه دورانش به پایان رسیده، الیتیه که خطا هم زیاد داشته، من اصلا نمیفهمم چه اصراری هست که اصلا باید این الیت رو روش
تکیه کرد. نه؟ چه بسا اون الیتی که باید به این تفکر سیاسی مجهز باشه یا بر اساس به هر حال تجاربی که انسان چه حتی نخواد هم گاهی وقتا مجبور میشه که اون رو جذب بکنه در همونجا باشه. ببینید من اینجا صحبت پیام و سیگنال و اینا رو کردم، یکی از این چیزهایی که آدم میتونه به عنوان سیگنال ببینه شعارهای مردمه. شما در کجا در انقلاب در 57 هم نبوده، در کجا سراغ دارید که شعارهایی با این همه مضمونی که توش هم فکر هست، هم فکر روشنگرانه هست و هم مضمون سیاسی داره، مثلا نغزه نلبنان جانان فدای ایران، این توش فکر کنم 10 تا مقاله سیاسی اقتصادی میشه از توش در آورد در همین یه جمله، یا شعارهای دیگری که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، نمیدونم یا ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم. خب ببینید چرا میگه ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم. اگر انقلاب 57 میتونست چیزی بیشتر از اون چیزی که قبلا بود به مردم بده، آیا اصلا هرگز کسی به فکر همچی چیزی میافتاد؟ چرا در دوران پهلوی کسی افسوس دوران قاجار رو نمیخورد؟ به چه دلیل باید افسوس دوران قاجار رو میخورده؟ به همین دلیل میگم اون حکومتی که مردم در انتظارش هستن و میخوان که داشته باشن باید بتونه چیزی بیشتر از پهلوی ها به ایرانی ها بده، و اون تکمیل مشروطه با دموکراسی و حقوق بشر هست. چیزی که در دوران پهلوی با وجود آزادی های اجتماعی که واقعا نمیشه روی اونها مناقشه‌ای داشت، اما در دورانی که اروپا خودش درگیر فاشیسم بوده نمیشد انتظار داشت که مثلا رضا شاه و شاه بعدش محمد رضا شاه، شاه فقید، مثلا دموکراسی در یک خاورمیانه بیارن یا در یک کشوری بیارن که چند سال بعدش کمر خم کرد، پشت خم کرد زیر رژیم ولایت مطلقه فقیه و آدم عقب مانده مثل خمینی، همون الیتی که شما میگید، همون روشنفکرایی که شما میگید. نه، بنابراین این موضوع که جریان دموکراسی و حقوق بشر تکمیل کننده ایده مشروطه، تفکر مشروطه، نه قانون اساسی مشروطه و نه به اصطلاح اون ایده سیاسی که بعضی طرفداری ازش میکنن یا نمیکنن، تفکر مشروطه که یعنی تفکر ضد استبدادی، تفکری که قدرت رو محدود میکنه و بخشی از قدرت رو میگیره، چه از قدرت مذهبی چه از قدرت سلطنت، و به مردم یعنی به پارلمان، به مجلس میده. حالا اینه که به چه شکلی اجرا شده اینا به کنار، ولی این تفکر تفکری هستش که ایرانی ها میتونن روش بنا بکنن و اون رو با تجربه 50 سال پهلوی به دستاورداش با دموکراسی و حقوق بشر تکمیل بکنن و به اونجایی برسن که آزادیشون، رفاهشون، امنیتشون، تمام اینا به طور نسبی تو تمام دموکراسی ها نسبی هست بتونن تامین بکنن. این هستش که امیدوارم که اون الیت به اصطلاح سیاسی یا اون روشنفکرایی که ما توی ذهنمون هست در همون جامعه ایران و از میان نسل‌های جوان خودش رو نشون بده و بتونه مسائل و اون خلایی که خیلی جای نگرانی هم داره باید پر بشه، و یا اون صحبتی که شد، صحبت گذار، من به شخصه هیچ دلیلی نمیبینم که این گذار باید توسط نیروهایی باشه که همیشه اشتباه کردن و در این مدت هم گذار رو نتونستن پیش ببرن و حالا بخوان مدعی بشن که چون مردمی که اومدن توی ایران رو خون دادن و کشته دادن، مثلا بیان اینا رو ببرن که برای اونو گذار بکنن. همچی چیزی غیر منطقیه. ایران خودش اون نیرو رو، من فکر میکنم همونجور که انقلابش رو شکل داد اون نیرو رو هم به وجود میاره. حالا اینکه مثلا شخص شاهزاده رضا پهلوی که من براشون همیشه احترام قائل بودم هستم
و فکر میکنم که میتونه نقش بسیار مثبت و منسجم کننده ای بازی بکنه در یک فاصله خیلی خیلی زیاد با تمام افراد و شخصیت های سیاسی دیگه که قرار داره به دلیل شرایط خاصی که اون داره و هیچ کدوم از ما نداریم. اون یه موضوع دیگه است. اما در مورد احزاب و گروه های سیاسی اینا، همونطور که گفتم، فکر میکنم اون جامعه از درون خودش به وجود میاره و اونایی که در خارج کشور هستند فعلا میتونن نقش پشتیبانی داشته باشن تا جایی که میتونن، مادی معنوی همه نظر. و اگر هم که اوضاع ایران جوری شد که میشد رفت ایران، خب برن اونجا حزب و گروهشون رو بزنن کار بکنن، وارد رقابت بشن و اون عقاید سیاسیشون رو پیش ببرن. بله، خیلی ممنون از شما. خانم قیاسفند، اگر از بیرون هموطنان پیام یا پرسش دارم بفرم. سپاسگزارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتند: من شنیدم که خانم بقراط سخنگوی ققنوس علمی هم هستند. آیا ممکن است ایشان در مورد فعالیت‌های کنونی ققنوس هم مطالبی بگویند؟ سپاسگزارم. بفرمایید. من البته در اینجا به عنوان سخنگوی ققنوس نیومدم، به عنوان روزنامه نگار و روزنامه سردبیر کیهان لندن اومدم. فعالیت های ققنوس در وبسایتش و در شبکه های اجتماعیش هست. به زودی یک کنفرانسی در سان دیگو دارند و فکر کنم بارها تکرار شده، از جمله در از اولین سخنرانی که در روز کنفرانس مطبوعاتی اعلام موجودیت ققنوس، خود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مبتکر و بنیانگذار این اندیشکده اعلام کردند. کارش کار علمی هست، کار بدون جنجال هست، کارش کار به اصطلاح سیاسی و یا نمیدونم کاری که احزاب سیاسی و اینا میکنن نیست. به کار خودشون در رابطه با پیدا کردن راهکارهای علمی برای مشکلات موجود و برای آینده ایران هست. اون بخشی که موضوع ما ققنوس علمی و ققنوس سیاسی نداریم، یا ققنوس هست که اندیشکده ایست برای چنین وظیفه‌ای. اون بخش سیاسی رو احزاب و گروه سیاسی که هستن باید پیش ببرن. مرسی از شما. داخل سالن خانم سارا فرزان بفرمایید. صداتون اکو میشه خانم فرزان. صداتون خوب نمیرسه. الان چطور صدای من؟ بله الان بهتر. بفرم. آقای دانشور صدای منو دارین؟ بله بله بفرمین الان خوبه. خانم بقراط عزیز، پس از اینکه سخنرانی کوتاه شما به اتمام رسید، آقای دانشور صدای شما بسته هست میکروفونتون و خانم فرزان شما رو صداتون خانم فرزان صداتون خوبه ولی خیلی ضعیفه، فلومش پایینه. الان چطور؟ الان بهتره؟ من اجازه دارم تا زمانی که خانم فرزان میکروفونشون رو درست کنن یک پیام از بیرون بخونم؟ بله بله، شما میکروفونتون یه خورده روش کار کنید. بفرمایید خانم فیاسم. مرسی خانم فرزان، ببخشید. عرض کنم آقای مصطفی شجاع‌زاده از فرانسه نوشتند: پرسش امروز من بر پایه یک فرض که به نظر من واقعی است گذاشته شده و آن اینکه در جهان نشریه بی‌طرف وجود ندارد. بنابراین به خود حق می دهم که از سردبیر کیهان لندن بپرسم که شما در کیهان لندن کدام طرف ایستاده اید؟ ممنون می شوم اگر پاسخم را بدهید. سپاسگزارم. مرسی از شما. بفرمید خود. نشریه که هیچ آدم بی‌طرفی وجود نداره. من جز اونهایی هستم که همواره گفتم بی‌طرف نیستم. کیهان لندن حتما بی‌طرف نیست.
منتها بی‌غرض باید بود. من روی این نکته همیشه تاکید کردم، باید بی‌غرض بود، بی‌طرف، یعنی طرف اون بده ایستادن. کسانی که ادعا میکنن بی‌طرفن معمولا اون طرفی وای میسن که نمیشه ازشون دفاع کرد. نه کیهان لندن بی‌طرف نیست، کیهان لندن در تمام این سالها همراه با حقوق مردم بوده. من نمیگم آگاهانه، نمیگم مردم، چون مردم میتونن اشتباه بکنن، میتونن هیتلر رو بیارن، میتونن خامنه‌ای رو بیارن، میتونن تصمیمات اشتباهی دیگه بگیرن. همواره با حقوق مردم بوده و از علیه جمهوری اسلامی بوده، قاطعانه علیه جمهوری اسلامی بوده، تمام جناحینش، کلیت نظام، و از کسانی که همواره از مواضع شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده و برای دموکراسی و حقوق بشر ادعا کرده. آینده نشون خواهد داد که این تا حالا البته میشه بررسی کرد که چنین چیزی بوده یا نه، برای اینکه ما بسیاری از مطالبی رو منتشر میکنیم که خودمون ممکنه اصلا باش موافق نباشیم. به همین دلیل در کیهان لندن، چه اون زمانی هم که چاپی بوده، همچی بخشی بود داشته، تریبون آزاد، دیدگاه، الان که مثلا تظاهرات و اینا در سراسر جهان هست، یا اعلامیه‌های مختلف، مال تمام گروه‌هایی رو که برای ما فرستاده بشه، مگر اینکه نفرت پراکنی باشه، علیه تمامیت ارضی ایران باشه، به نفع جمهوری اسلامی باشه، مال همه این گروه‌ها و احزاب و اندیشه‌ها، دیدگاه‌های مختلف منتشر میشه، برای اینکه یک نشریه مثل کیهان لندن میتونه بازتابی باشه از جامعه ایرانی. و در جامعه ایران، در یک جامعه، تمام این نیروها، نیروهای منفی نیز وجود دارن و طبیعیه ما اون بخش نیروهای منفی رو که برای مثال طرفدارای جمهوری اسلامی هستن منتشر نمی کنیم، ولی مال تمام نیروهای متنوع دیگه ایران رو منتشر می کنیم و هیچ ابایی از این نظر نداریم. مرسی از شما، به خصوص بخش که هنر ادبیات و آرشیوش بسیار جالبه. داخل خانم فرزان، درست شد میکروفون؟ بله، شما باید بفرمایید که الان صدای منو دارین. بله بله، خوبه؟ خوبه بسیار. بله خانم بقراط عزیز، در پایان صحبت های شما با توجه به اینکه یک اشاره خیلی شفاف و روشنی به سیستم فکری مشروطه کردین و اینکه شاید تنها نقطه اتکا بتونه در این جنبش ها تفکر مشروطه، یعنی اتکا به تفکر مشروطه باشه، این سیستم فکری و ذهنی رو یک ضرورت تعریف کردیم. اگر طبق فرمایش شما تداوم مشروطه رو، در واقع مشروطیت رو، به عنوان یک سیستم فکری در مشروطه نوینی ببینیم که خودش رو در قامت دموکراسی و سکولاریسم تحقق میبخشه، آیا به نظر شما این تفکر نباید به صورت یک گفتمان غالب به معنای واقعی کلمه، یعنی گفتمان به معنای ایجاد قدرت تغییر، نباید به عنوان یک گفتمان غالب طرح و برنامه براش وجود داشته باشه و از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های برای ایجاد این گفتمان غالب در جامعه بهره‌مند شد؟ این صحبت‌هایی بود که من در پایان گفتگوی شما به ذهنم رسید که از شما سوال کنم که شما فکر میکنید که این گفتمان چگونه میتونه در بین جامعه امروز ما تسری پیدا کنه. اما زمانی که صحبتهای پاسخ شما رو به صحبتهای خانم عسکری شنیدم، یک مقدار تردیدهایی برای من ایجاد شد که شما باور به بخش روشن فکری و گفتمان سازی مشروطه به اون صورت ندارین، چرا که فرمودید که همونطور که طبیعت خودش رو در واقع سامان میده، فعالیت های اجتماعی و حرکت های اجتماعی هم خودشون رو باید سامان بدن. و من فکر میکنم حرکت های اجتماعی چون عناصرش انسان ها هستن، این طبیعت انسانه که با آموزش میتونه خودش رو توسعه بده، اینجا لحاظ نشد. یعنی قیاس شما با حرکت‌های اجتماعی با در واقع طبیعت به نظر من یک
بخش نادیده انگار شده درش وجود داره. ما نگاه میکنیم میبینیم که در این سالها بله شاید ایرادات بسیار زیادی به اپوزیسیون وارد باشه، اما نباید نادیده بگیریم فعالیت اون دسته از گروه‌ها و اپوزیسیون‌هایی که حتی خود روزنامه کیهان لندن که امروز میتونه خودش به عنوان یک بخش از اپوزیسیون کار بکنه، حتما که اون گروه یک تحریریه‌ای داره، حضور ارزشمند جناب امیر طاهری با تفکر مشروطه پارلمانیشون و ارادتی که به مشروطه و خاندان ایرانساز پهلوی دارن خودش یک اپوزیسیون به تمام معناست. بنابراین ما نمیتونیم فکر کنیم که هیچ کاری رو روشن فکران در خارج از کشور انجام ندادن، نمیدن، نمیتونن بدن. امروز شما با جنبشی در ایران روبرو هستین که گروه سنی دهه 80 اومده بیرون. آیا دهه 80ی که امروز اومده و داره آزادی، حقوق فردی و این که آزادی زنان رو فریاد میزنه و داره 3 و 4 تا دیتیل و فاکتور اصلی سکولاریست و دموکراسی رو در صحبت‌های خودش مطرح میکنه، آیا شما فکر میکنید که این گروه رو ما باید رها کنیم تا در ساماندهی طبیعت به قدری خون بده، هزینه بده تا بلکه بارور بشه بشه یک انقلاب، یا این که گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور که تا امروز بسیار در روشنگری و در واقع شفاف سازی گفتمان سکولار دموکراسی، حداقلش گروه جنبش سکولار دموکراسی خواهی ایران به هدایت و رهبری جناب نوری اعلی این زحمت رو تا امروز کشیدن، آیا فکر نمی کنید که یک استثنایی هم در بین اپوزیسیون های موجود وجود داره که می توانند این هزینه ها رو کاهش بدن با ائتلاف، با طرح و برنامه هایی که بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکرات از دل این فعالیت ها در بیاد؟ من احساسم این بود که شما در پایان حتما نتیجه خواهید گرفت بر این که امروز ما به اتحاد نیروهای خارج و داخل کشور بیش از پیش احتیاج داریم. گروه هایی که در خارج از کشور بتونن در واقع اون تفکر رو، میدونید اندیشه و تفکری که امروز پشت یک مبارزه قرار میگیره به مراتب بسیار انگیزه بخشتر خواهد بود تا یک حرکتی که بذاریم در روند طبیعت خودش برسه و شاید اصلا کور و شاید هم تبدیل به یک مسیر انحرافی برشه. یه مقدار من اینجاها برام خیلی سوال پیش اومد که چرا شما اپوزیسیون و روشنفکرا رو خلع سلاح میکنید و میگید اصلا هیچی؟ بله، من هم بر این باورم که آنچه که اصل اون ضربه نهایی رو مردم در داخل ایران باید بزنن، اما همین گروه های سوشیال مدیایی که امروز دارید میبینید جوانان ایران امروز در تاکتیک های مبارزاتی خودشون، حتی از گروه های توییتری، اسپیس های توییتر، کلاب هاوس، برنامه های یوتیوب، همون برنامه هایی که هر هفته حالا حزب سکولار دموکرات هم داره در زمینه روشنگری انجام میده، همین کیهان لندن که من بارها دیدم توییت های جناب آقای امیر طاهری بیش از هزاران هزار بار لایک خورده و صدها بار ریتوییت شده، این خودش یک جریان هست و ما نمیتونیم خیلی راحت بگیم که ما هیچ کاری انجام نمیدیم و فقط. حتی یادم میاد در اون ابتدا اسپیس هایی بود که آقای امیر طاهری دعوت میشد برای جوانان ایران صحبت میکردن. یه مقدار میشه، شاید من اشتباه کردم، میشه یه مقدار توضیح بفرمایید که این که میگید هیچ کاری در خارج از کشور صورت نمیگیره منظورتون چه جور کاری هست و اینکه همه چیز باید در داخل باشه اگر که هیچ نقشه‌ای، هیچ تئوری برای مبارزه نباشه چه اتفاقی برای اون حرکت طبیعی انقلابی میفته که مردم دارن توش خون میدن؟ سپاسگزارم. ممنون از خانم سارا فرزان. بفهمید خانم بهرات گرامی، اون سیستم فکری که گفتم در همین مورد هم هست. وقتی صحبت میشه ما به اون نکاتی بپردازیم که گفته شده. من نمیتونم به چیزی جواب بدم که نگفتم، نه نمیتونم توضیح بدم راجع به چیزی که جز صحبت من نبوده.
صحبت های من مشخص بود و دیگه اینجا تکرار نمی کنم. یه نکته رو فقط میگم که آقای امیر طاهری که به شخص براشون خیلی خیلی احترام قائلم و جز در صنف همکاران روزنامه‌نگاری ما هستن، از 25-26 سال قبل که من کار میکنم با کیهان لندن در کنار لندن نیستن. بنابراین کیهان لندن آقای طاهری یعنی توی ترینر که میگید من به عنوان سردبیر کیهان لندن موظفم این رو توضیح بدم، چون ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که به اصطلاح اون توییت ها که بسیار هم خوب هستن و خیلی هم بینن شنونده دارن به کیهان لندن مربوط میشه، ولی ایشون تا جایی که من اطلاع دارم بیش از ساله اولیه کیهان لندن با کیهان لندن بودن، ولی بیش از 20 سال میگم من خودم دیگه نزدیک 26-27 سال هست با کیهان لندن کار میکنم، ایشون در کیهان لندن نیستن. در مورد مسائل دیگه اپوزیسیون خارج کشور و اینا من به اندازه کافی توضیح دادم. اون بخشی رو که راجع به طبیعت میشه من دوباره توضیح بدم. ببینید طبیعیه، اصلا موضوع انسان عقلش و خردش تفکرش اون رو از موضوع طبیعت جدا میکنه، با اینکه انسان خودش بخشی از طبیعت هست. تمام اون فعل و انفعالاتی که گفتم توی طبیعت به شکل طبیعی و اون چیزی که به اصطلاح خارج از اراده انسان هست یا اون طبیعتی که خرد انسانی درش نیست، اون یه بخششه. در مورد ما معلومه، ما مسئولیم در مورد اون چیزی که مایی که میگم اون مای جمعی، مای تاریخی رو میگم. حتی کسی که وقتی از مردم میگیم دیگه صحبت نمی کنیم مثلا جوان 18 ساله یا خانم آقای 80 ساله، میگیم مردم. نه، مردم مسئولن در برابر آن چیزی که در سال 56-57 اتفاق افتاد، مسئولن درباره تداوم جمهوری اسلامی، چون من باید مسئولیت خودم رو بپذیرم. بازم خودم نوعی رو میگم، بپذیرم که وقتی در قلب اروپا بلند میشم میرم سفارت جمهوری اسلامی به امثال خاتمی و روحانی رأی میدم و باعث تداوم این نظام میشم، مسئولیت دارم. نه، چون اومدن روی کار جمهوری اسلامی یه بخششه، تداوم استمرارش هم یه بخش دیگه. باید دید که اون مردم چه نقشی داشتن، بعدش در استمرارش چه نقشی داشتن و بعدش که دیگه نسلهای جدیدتر دیگه اینو نمیخوان با چه مسئولیتی دارن برخورد میکنن. طبیعیه. تمام من خودم اگه نگاه بکنید در طول تمام این 25 سال مطالب بسیاری درباره اتحاد و ائتلاف و اینها نوشتم، ولی بعد شما به یه جایی میرسید که میبینید یک جای کار همونی که اول صحبت گفتم میلنگه. چرا این همه تلاش ها جواب نداده؟ چرا؟ چون همون ریشه ای که گفتم در اون جایی که باید نیست. باید در ایران تحرکی، حرکتی، مردمی به میدان بیان تا این کسایی هم که در ایران، در خارج کشور، حالا اسمش رو ما بگید اپوزیسیون، حزب، گروه، هر چیزی که هست، ولی این ایرانیانی که در خارج کشور دلشون با اون کشور و مملکته، وگرنه همه ما میتونستیم بریم پی زندگی خودمون دیگه. مثلا این نمیدونم چند میلیون ایرانی که خارج کشور هست، همشون که فعال سیاسی نیستن، نه، همشون که در فکر ایران و اینکه مثلا مرتب به این فکر بکنن که چه اتفاقی در اونجا باید بیفته یا تمام زندگیشون رو روی این موضوع بذارن که نیستن. اما با این همه وقت میبینید که در ایران اتفاقی میفته مثل جنبش 88 که به نظر من یک نقطه عطف بود صرف نظر اون ماجراهایی که از نظر سیاسی توش وجود داشت. مردمی که بیرون اومدن و اون صدی رو که تا اون زمان، صد سکوتی رو که تا اون زمان جمهوری اسلامی حاکم کرده بود شکستن، ممکنه الان این همه سال ازش گذشته بعضی فراموش کرده باشن، ولی نباید فراموش کرد که این جمهوری اسلامی با اون جمعیت عظیم سال 88 چه در داخل کشور و چه در خارج کشور که تظاهرات واقعا چند هزار نفری توی شهرهای مختلف را افتاد، اون صد شکست و نشون داده شد
که این جمهوری اسلامی میتونه مردم علیهش بیان بیرون، این امکان وجود داره. زد خونین سرکوب کرد، جنبش به دلایل مختلف از جمله اون کسانی که به عنوان رهبرش معرفی شده بودن و کلن اون ظرفیت اجتماعیش خاموش شد. ولی مثلا فکر میکنم من مثل خیلی های دیگه هستم که فکر میکردیم باز مردم میان بیرون، باز میان بیرون. همین الان هم اگر گفتم شکست بخوره باز دوباره چند سال دیگه میان بیرون. چرا؟ چون باید اون چیزی رو که میخوام بهشون داده بشه. جمهوری اسلامی یا باید اون چیزی رو که مردم میخوان بهشون بده، یا اینکه مردم بالاخره یه جوری خودشون از شر این راحت میکنن. خب حالا این بخش اپوزیسیون در خارج کشور، حرف من این هست، کار نکردن و ببینید چه کاری، کار رو چی تعریف میکنید؟ خب من روزنامه نگارم مینویسم، کسانی دیگری نویسندن مینویسن، کسانی دیگری فعال سیاسی هستن، همین جلسات و اینها چیزی بیشتر چرا؟ آخه یعنی من نمیتونم مثلا یه جوری خودم رو قانع بکنم که مثلا کار همینه دیگه، کاری که در خارج کشور میشه مگه جز همین اعلامیه دادن و بیانیه دادن و مقاله نوشتن و نمیدونم جلسه گذاشتن و اینا که چیز دیگه ای نیست. نه، حالا اون جوونا هم در خارج کشور خوشبختانه با این تکنولوژی عظیم ارتباطاتی که با وجود اومده خب اطلاعاتشون زیاد شده، ولی با این همه خب مگه 5 سال پیش اطلاعات نداشتن؟ مگه سال 96 که دوباره یه سری این همه راه افتادن رفتن به روحانی رای دادن اطلاعات نداشتن؟ بیشترین نقش رو این وسط تجربه خود مردم بازی کرده، وگرنه من خیلی دلم میخواست که 20 سال پیش به داد ما گوش میزدن، میگفتن او فلانی راست میگی، اینا درست نمیشن، بریزیم تو خیابون. نشد. به همین دلیل گفتم مهمه جایی بیستی که ایستاده باشه آدم، که بعدها که مردم با تجارب خونین متوجه شدند واقعی حقیقت چیست و این نظام به اینها جواب نمیده، تواناییشو نداره، شعورشو نداره، ظرفیت تاریخیشو نداره، جنایتکارن، یک مش دزد فاسد جنایتکار ارتجایی قرون وسطایی هستن. اینا نمیان به شما آزادی و رفاه و امنیت بدن، اینا ضد آزادی، ضد رفاه، ضد امنیت هستن. باید این همه کشته بده تا بیاد برسه به اونجایی که بابا اینا اینن. باید برای از بین بردن اینها ریخت به خیابون. خب من نمیدونم چقدر کسانی که در اینجا حاضر هستن این حرفا رو میشنون، به هر حال از نزدیک با منظورم اونایی که خارجن، با جریان مثلا 20 سال اخیر بعد از دوران رفسنجانی از نزدیک دنبال کردم. خب شما شاید ندونید در دوران اصلاحات خفقانی، بیومه میگم خفقانی، در خارج کشور به وجود اومد که کسی نمیتونست بگه سرنگونی، کسی نمیتونست بگه. من فکر کنم همین آقای نوری علا هم که در دکتر نوری علا هم که در اینجا هستن جزو اونهایی هستن که از انحلال یا یعنی یک اسم مستعار برای سرنگونی، برای نابودی این رژیم همه پیدا کردن. چرا؟ چون جوی که اصلاح طلبا و اصلاحات و صادراتیاشون تو خارج کشور به وجود آورده بودن، اصلا کلمه انقلاب مترادف خشونت و خونریزی، هرچی هم بهشون بگیم بابا مردم دست خالی که خشونت و خونریزی ندارن، خشونت و خونریزی رو اون کسی میکنه که اسلحه داره، اون کسی میکنه که میخواد قدرتش رو حفظ بکنه. مردمی که قدرت ندارن مثلا بیان با چی؟ الانم شما تو این تظاهرات ببینید سنگ پرت میکنن یا چه میدونم موتورسیکلت رو اونو میگیرن آتیش میزنن. بنابراین این فضا، این اون بخش مسئولیتی که میگم همینه. شما ببینید چه دوره‌ای رو طی کرده و متاسفانه بخشی از نیروی اپوزیسیون هم تن داد. خب من تأثیر خودم کلاه بذارم همه اینا رو نبینم، هی یه مدال افتخار به چیز بدم، به اپوزیسیون بدم که نمیدونم فلان، نه. ولی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک جنگ نابرابر وجود داشت و داره هنوز، که در این جنگ نابرابر
یک نفر تمام یک طرف تمام دستگاه تبلیغاتی و پول میلیونی برای خریدن خارج کشور نیرو آدم در خارج کشور، منظورم اپوزیسیونیست، آدم در خارج کشور، فرستادن صادراتی، درست کردن نمیدونم اما اقسام تحلیلگرانی که همه جا پیدا هستن و درون کشورم با سرکوب، و یک نیروی اقلیتی که هرچی داد میزنه صداش به جایی نمیرسه. اون اقلیت از سال 96 به بعد در ایران به اکثریت تبدیل شد. ربطی به نمیدونم این نظر سیاسی و اون نظر سیاسی هم نداره. گفتمان مرکزیش که صحبت گفتمان میکنید، من اصلا به این از اسبسازی و نمیدونم مشروطه نوین و مشروطه کهنه و این هم اسامی ساختنه. پشتش رو باید رفت نگاه کرد که چی هست پشتش. نه من اسم اینو میتونم بذارم لیوان، میتونم بذارم نمیدونم کامپیوتر، نه هیچ نقشی بازی نمی کنه. مشروطه نوین یعنی چی؟ چی معنی داره؟ اولین چی؟ یعنی اون کسایی که فکر میکنن، اون الیتی که ازشون اسم برده شد، اون کسی که فکر میکنه، اون کسی که میگه روشن فکره، اون کسی که میخواد فکر بده به اون جوانایی که ظاهرا تو ایران انگار فکر ندارن، اولین چیزی که باید وقتی مطرح میشه اول از همه باید بپرسه این یعنی چی؟ چیه؟ پشتش چی هست؟ چه چیز نوعی میخواد به من بده؟ میخواد دموکراسی و حقوق بشر رو بده؟ این اصلا لازم نیست اسمش باشه نمیدونم مشروطه نوین یا هر چیز دیگه ای. من حالا این چون این بحثش اینجا پیش اومد دارم میگم، نه اینکه هی از هر چیزی یک عقیده درست کرد، به نظر من این خودش نیروها رو هرز میبره. به همین دلیل گفتم ما یک بستر تاریخی داریم، یک اندیشه داریم، یک ظرفیت فکری و اندیشه داریم که مشروطه به معنی انقلاب مشروطه و مشروطه به معنی حرکت برای آزادی و تجدد، محدود کردن استبداد در هر شکلش و تکمیلش با دموکراسی و حقوق بشر. اینجوری ما این ایده های نو رو که ظاهراً غربیه، نه اینکه ظاهراً حتما غربیه ولی جهان شموله، مال تمام انسان هاست، یعنی منی که از خاورمیانه اومدم فکر نمی کنم که من نمیتونم 50 سال بعد جامعه مثل آلمان یا حکومتی مثل آلمان نداشته باشم. به چه دلیل؟ برای اینکه وقتی هی فکر میکنم میبینم او به عنوان زن آزادیه، نمیدونم زن مرد فرقی نمیکنه، آزادی، امنیت و اون چیزی که من اینجا دارم دلم میخواد مردم ایران هم داشته باشم. این با این ساختار بهش جواب میده. نگاه میکنم ببینم تو کشور خودم چی دارم که میتونم روی اون این زیر این اون زیر بنا کجاست که میتونم این ساختار رو روش بنا بکنم. قطعاً جمهوری اسلامی نیست، قطعاً قاجار نیست. نمیتونم برم مثلا کریم خان و صفویه و هخامنشیان رو روش بنا بکنم که اونا دیگه گذشته، اونا به تاریخ معاصر. چرا؟ چون همه کشورها همین کار رو میکنن. همه کشورها وقتی شما تاریخ تطبیقی رو نگاه میکنی، دموکراسی آمریکا درسته که اون بخشای به سلام رابطه‌ای که با بومی ها اینا داشتن همه به کنار، ولی اون دموکراسی آمریکا که هنوز هم زبان زد هست با همه چیزهاش، اون روی یک پشتوانه فرهنگی تاریخی که توی اروپا وجود داشت شکل گرفت. نه در کشورهای دیگه هم همینطور. و همین دلیل برمیگردم باز به صحبت قبلیم. اینجا ببینید من میدونم همه عادت کردم به بحثای سیاسی، اونو میگه آقای فلانی، اونو میگه خانم فلانی، اونو میگه چرا اینجوریه. چه من روی بحث سیاسی نمیرم، چون بحث سیاسی الزاماً فکر سیاسی نیست. بحث سیاسی همونطور که گفتم به درد رای دادن میخوره. پس فردا که خواستن خانم فلانی یا آقای فلانی کاندید فلانجا بشن، من میگم او آره این چقدر خوبه، چقدر یا حرفای خوبی زده، یا میرم برنامه‌ش رو در بهترین حالت میخونم میگم او چقدر برنامه‌ش خوبه، میرم بهش رای میدم. نه ولی فکر سیاسی این نیست. فکر سیاسی شما باید جامعه رو روش بسازید، جامعه باید رو این فکر سیاسی ساخته بشه که اون عقاید سیاسی بعدن بتونن برن با هم دیگه رقابت بکنن و رای بگیرن، برن تو پارلمان، برن تو دولت، برن نمیدونم فعالیت کشور رو بسازن. نه فرقش این هست. به همین دلیل من
همیشه اشتراق میکنم از اینکه این اونور برم حرف بزنم یا صحبت بکنم اینا. چرا؟ چون هرچی دور میزنیم دوباره میری رو همون چیزایی که 43 سال روش صحبت شده، تقریبا 32 سالشو که من تو خارج کشور هستم، هی داره تکرار میشه و هیچ کس از خودش نمیپرسه چرا؟ چرا این همه تکرار؟ چرا به جایی نمیرسه؟ فقط زمانی هم به پایان میرسه که واقعا ایران تغییر بکنه. ایران تغییر بکنه، تمام این انرژی منتقل میشه به اونجا. کسایی که دوستان داشته باشن برن همینجا میمونن، ادامه میدن. کسایی که برن میرن تو اون فضایی که مال خودشون هست، اونجا وارد یک زندگی سیاسی میشن. منتها همونها باید فکر بکنن که روی چه فکری. ببینید اگر اقلیتی، خیلی اقلیت کمی در سال 56-57 وجود داشت، فرض میکنیم وجود داشت، حتما وجود داشت، مثلا مثل همون اسمشون الان یادم رفت، ولی یکیش خانم مرشید امیرشاهی که اونو نوشتن، ولی یا دکتر بختیار و اینا که مثلا به هر حال با دموکراسی غربی آشنا بودن، یا هر کس دیگه ای که ما نمیشناسیمش، ولی اون فکر، فکری که به دنبال آزادی و رفاه و امنیت بود، اگر قوی می بود، اگر بر اون بستر تاریخی که می داشت می تونست خودش رو بسازه، این فرضیه که اصلا انجام شدنی نیست، به خصوص که اصلا گذشته دیگه، اصلا گذشته هم که نمی شه تغییر داد، می تونست شاید در مقابل خمینی وایسه. ولی خمینی میدونست، اندیشه روشن داشت برای خودش، یک تفکر سیاسی داشت، یک پشتوانه ذهنی داشت، با همون اومد، بیشترین امکانات مالی و مادی و غربی و جهانی و اینا رو هم پشتش قرار دادن، اومد و گرفت و برد و 43 سال کشور رو خراب کرد و کشت و حالا تحویل اون نگونبخت هایی میده که بعدن قرار بیان اینا رو بسازن. نگونبخت من تو گیرومه میکنم، برای اینکه به نظر من اگر خمینی و جمهوری اسلامی یک کشوری رو که در آستانه رشد و پیشرفت بود تحویل گرفت و اینجوریش کرد، اونایی که بعد از اینا بیان یک خرابه تحویل میگیرن و میبایست و برای این چیز، برای درست کردن این خرابه، فقط اینکه غرب پشتیبانی بکنه و ما نمیدونم عرق ملی داشته باشیم و ما خوشحال باشیم از دست جمهوری اسلامی راحت شدیم کافی نیست. باید اندیشه و فکری باشه که ایران فردا بتونه روی اون بنا بشه. اون فکر همون آزادی و تجدد مشروطه است. حالا بعضی دوست ندارم بگن مشروطه، بگن چه میدونم یه چیز دیگه، مهم نیست. فکر آزادی و تجدده که 100 سال پیش عالی بود الان کمه، باید با دموکراسی و حقوق بشر تکمیل بشه. این حرف منه. من اصلا وارد بحثایی که بین مثلا احزاب و نمیدونم این اون مگه اینا چه کردن اونا چه نکردن و اینا نمیشم، ولی این رو میدونم سرنوشت همه ما اونجاست نه اینجا. مرسی از شما. خانم قیاسفند از هموطنا اگه پیامی هست بفرمایید. بله حتما. آقای منصور فروزنده نوشتند، از منچستر نوشتند، تقاضای من از گردانندگان مهستان از یک طرف و خانم بغراد که سردبیر نشریه ارزشمند کیهان لندن هستند، آن است که مراقبت کنند به اینکه مشروطیت معادل پادشاهی نیست و ما جمهوری خواهان هم آرزوها و هدفهای خود را در همین مشروطیت میبینیم. اجازه دهید ملت فداکار ایران تصمیم بگیرد که شکل نهادی مشروطه چه خواهد بود. سپاسگزارم. مرسی از شما. بفرمایید. قطعا همینجور هست. مشروطه اصلا ربطی به شکل نظام و طرفدار جمهوری و طرفدار پادشاهی نداره. مشروطه یک موضوعی است متعلق به تمام ایرانیان، متعلق به تاریخ معاصر ایران. همونطور که گفتم آزادی و تجدد حرف اصلیش بوده و این میتونه ایران فرد جمهوری باشه، میتونه پادشاهی باشه. این چیزیه که من هم مثل همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتند، مردم ایران تصمیم خواهند گرفت.
منتها برای اینکه اونا بتونن تصمیم بگیرند باید این بحث ها رو شکافت، باز کرد، تا اینکه مانع همه افراطیون که چه در این ور چه در اون ور جمهوری خواه، پادشاهی خواه، مذهبی، غیر مذهبی هستند، اینها رو بشه به حاشیه روند. برای اینکه افراطی ها بزرگترین خاصیت و ظرفیتشون این هست به دلیل اینکه به خیلی چیزها پایبند نیستند، با عده کم میتونن خرابکاری های فراوان بکنن. اما اونهایی که به دموکراسی اعتقاد دارن با چون به چیزهایی به اصولی پایبند هستند، با عده خیلی زیاد، با حرفها و کیفیت خیلی بالا هم چون به اون اصول پایبند هستند، میتونن در مقابل این افراطیون کم بیارن. به همین دلیل باید از همین حالا، از همین امروز هم دیره، دیروز پیروز باید، البته شده نه اینکه نشده، به خصوص تو همین خارج کشور و همین در داخل کشور، به خصوص به برکت اینترنت که اینقدر، البته خیلی خیلی دیدار هستم که خوندن آدم ها به این توییت های کوچولوی چیز محدود شده، کمتر میرن دنبال این که بخوان به اصطلاح عمیق‌تر مطالعه بکنن یا دنیا رو نظاره بکنن، تجارب دیگران رو ببینن، ولی به هر حال همین باعث شده که بتونن دست کم تجارب کشورهای دیگر رو به صورت عینی طوری که دارن زندگی میکنن ببینن. به خاطر همین مشروطه اصلا ربطی به، نه اینکه ربط نداره، حتما ربط داره، ولی موضوع فرا نظام هست، موضوع فرا جناحی و فرا حزبی و اصلا یه تفکری هستش که این تفکر تونسته ایران رو از دوران سیاه قاجار به یه جایی بکشونه که بعدن که مشروعه انتقامش رو از مشروطه در سال 57 میگیره، مجبور بشه به دستاوردهایی مثل پارلمان، مثل نهادهای مدنی مدرن، مثل آموزش و پرورش، مثل دادگستری تن بده که اصلا باش مخالفه. درسته که بعدن همه اینا رو از مفهوم توهی کرد، یعنی مجلس شورای اسلامی که مجلس درست حسابی نیست، گوش به فرمانه، یا مثلا تفکیک سقوبه که در جمهوری اسلامی رعایت نمیشه، یا مثلا ما وکیل و قاضی و نمیدونم دادستان و اینا همه همون حاکم شرعن، تمام اینها رو از مفهوم توهی کرد، ولی دست کم ظاهری مجبور شد همه اینا رو بپذیره و از جمله چون الان مسئله زنان هم مطرحه نتونستن رو بکنه زیر چارچوب دوران قاجار. بله، به خصوص خانم بغراد، نسل های دوم سوم، به خصوص نسل های دوم سوم ایرونیا خارج کشور، دموکراسی که اونا بهش باورمند شدن بسیار متفاوته با دموکراسی پدران و پدر بزرگاشون، حتی در داخل به قول شما از طریق ارتباطات مجازی. آقای حسن دانشور دوباره وقت گرفتی، بفرمایید. خیلی ممنون. من دو سه نکته به نظر اومد که بگم. یکیش صحبتی که من راجع به روشنفکر کردم، فکر کنم احتیاج به توضیح بیشتر داره. به نظر من روشنفکر سیاسی امروز در درجه اول، تو پرانتز میذارم، آدم دموکرات، این آدمی که دموکرات نباشه اصلا روشنفکر نیست. و بخصوص در مورد مسئله ایران، به گمان من روشنفکر کسیه که گذار به دموکراسی رو با تکیه بر پرنسیپ های دموکراسی و اصول دموکراسی بتونه توضیح بده و بتونه ازش دفاع کنه، کاری که به سر اپوزیسیون هنوز نتونست این کار کنه. مثلا مثال شما همین، مثلا خود شما گفتید شاپور بختیاری، یا فرض کنید خانم محشید امیرشاهی نویسنده. خب اینا به نظر من آدمای دموکراتی بودن، برای که گزار به دموکراسی رو میفهمیدن که حداقل چه نباید بکنن. حالا در مورد شاپور بختیار که قطعا میفهمید چه باید هم بکنه. ولی من به اون آدمایی که در مقطع سال 57 موسوم به روشنفکر هستن، من اونا شخصا روشنفکر نمیدونم. اینا بخصوص که بیشتر اینها سخنگویان ایدئولوژی های افراطی و ایدئولوژی های توتالیتر بودن، هم بخصوص بخش بزرگشون که به اردوگاه چپ مارکسیستی تعلق داشتن، در واقع خیلی از نظر مضمون با حکومت کمونیستی من تفاوتی بینشون
نمیبینم، بنابراین اصلا کلمه روشنفکر رو اینا اطلاق نمیکنم، هم از اینکه نویسنده، هنرمند، شاعر، رهبر سیاسی و هر چی دیگه بوده باشن. بنابراین منظورم از روشنفکر میخواستم روشن بشه چیه. نکته دوم، من فکر میکنم رو مسئله الیت سیاسی که شما خیلی تاکید دارین حتما باید در داخل کشور باشه، من خیلی موافق نیستم با این حرف، برای که الیت سیاسی با اون تعریفی که من ازش کردم، یعنی کسی که دانش سیاسی داره، کسی که میتونه راه رو نشون بده، مهم نیست جاش کجاست، داخلی یا خارجی، و حتما هم کسی که داخل کشور و تو خیابونای ایرانه قطعا مسئله رو بهتر نمیبینه، چون فرق یک روشنفکر و یک مبارز معمولی در اینه که روشنفکر باید امروز نگاهش خیلی وسیع باشه، خیلی جهانی باشه، اندیشش از مطالعه زیاد، هم روی از کتاب، هم از اندیشه سیاسی و هم از تجربیات عینی تو جهان ده برمی‌کشه. بنابراین مثلا ما امروز می‌بینیم که جوانای ایرانی که ما نسل‌های آخرن، مثلا 24 25 30 سالشون که خارج کشور به دنیا اومدن و به سیاست علاقه مندن، دموکراسی رو خیلی بهتر از ماهایی که بخش بزرگ زندگیمون تو ایران گذروندیم میفهمن، برای که نه تنها تئوریشو به صورت سیستماتیک و درست مطالعه میکنن، بلکه یعنی میرن بنیادهای فلسفیش میکنن میان جلو، بلکه در زندگی روزمره و ساعت به ساعتشون هم این رو تمرین و مبارست میکنن. برای این آدم ها آدم های دموکرات های درجه یکی که میتونن در خارج کشور هم میتونن بس کمک های خیلی زیادی به هموطن های داخل کشورشون میکنن. من خیلی داخل و خارج رو خیلی از هم جدا نمیکنم، حالا البته این سلیقه شاید شما سوارد ایرادی هم ند. اما توضیح هم بدم که اتفاقا بسیاری از روشنفکرها یا الیت سیاسی معروف داخل ایران هم در مورد گذار که مسئله اساسی لحظه کشور ماست، در واقع هم اشتباهات رو میکنن که به اصطلاح پوسین خارج کشور میکنن، برای این خیلی فرقی هم نداره. حالا اگر تو جوانای اندیشه مدرنی در بیاد یا خواهد در آمد من نمیدونم، امیدواریم اینطوری باشه. اما نکته بعدی گفتید که این گذار نباید توسط نیروهایی باشه که اشتباه کردن. قطعا اگر ما به صورت نیرو نگاه کنیم نباید توسط اون باشه، ولی اگر به صورت فرد نگاه کنیم میتونه باشه، به خاطر که فرد میتونه از گذشتش نقد کنه گذشتش رو و میتونه به مفاهیم جدید مدرن و دموکراسی دست پیدا کنه. بنابراین این که بگیم نیروها کاملا درسته، ولی افراد میتونن تغییر کنن. اما به گمان من مهمتر از این اینه که نه به خاطر که اینا اشتباه کردن، بلکه مشکل اساسی اینه که هنوز اشتباه میکنن، یعنی مهمترین مسئله اینه، به این دلیل اینا نباید و نمیتونن گذار رو مطمئنن به سمت با امنیت کامل به سمت دموکراسی برسونن، که در واقع دوچار هم مشکلات قدیمی هست. و این مشکلات اگه در یک کلمه بخوام بگم بهش میگم اقتدارگرایی در اشکال مختلف. شما از سازمان معروف سیاسی ایران نگاه کنید، از چپ مارکسیستیش بگیرید تا سازمان مجاهدین خلق و غیر و غیر، میبینید اندیشه سیاسی اینا در واقع هیچ تکون نخورده، یعنی همون چیزی که در 43 سال پیش بوده انگار بسته‌بندی کردن دوباره بودن، انگار گویی دنیا هیچ تحولی درش انجام نگرفته. یعنی اینقدر اینا نشون دادن که استعداد اینو دارن که تغییر نکنن، استعداد شگرفی. اما به گمان من مسئله اساسی اینه امروز و در این نقطه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم، گذار به دموکراسی احتیاج به قدرت سیاسی داره، یعنی فقط حضور جوانا و جانبازی اونا در خیابونا نیست، ما رو دموکراسی فقط نمیرسونه، تردید نیست که این کار انجام میشه چه ما بخوایم چه نخوایم، و همه ما امیدواریم اتفاق بیفته، ولی این گذار باید توسط قدرت سیاسی و به طور اخص توسط یک دولت انجام میشه. این دولت باید در لحظه فعلی تشکیل بشه، برای که این دولت باید وارد گفتگو با نیروهای کشورهای غربی، سازمان ملل متحد، دموکراسی ها، رهبران اتحادیه اروپا و غیره و غیره بشه. بنابراین ما باید یک تشکیلاتی داشته باشیم که این تشکیلات بتونه به طور نسبی نمایندگی حرکت های داخل کشور رو داشته باشه و بتونه با تحکم و قدرت کافی و استدلال کافی با جهان وارد گفتگو بشه. اینکه ایرانیان خارج کشور تظاهرات کنن، نمیدونم نامه بنویسن، هر کار هم کنن، خیلی امر خوبیه، هیچ تردید درش نیست، ولی باید ما هم به ملت ایران، برای ملت ایران، هم برای
مردمان خارج کشور، مردمان جهان نشون بدیم که یک نیروی سیاسی آماده داشته باشیم. اما این نیروی سیاسی آماده همون جایی که این اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون اشتباه میکنه. این نیروی سیاسی آماده یک نیروی نمیتونه نتیجه وحدت و ائتلاف نیروهای به اصطلاح سیاسی باشه. به خاطر اتحاد در دموکراسی مفهوم خیلی خاصی. اتحاد که خودشو در شکل دولت‌های ائتلافی تو دموکراسی نشون میده، به این دلیل اتحاد دموکراتیکه که پشتش جمعیت‌های از کشور وجود داره. اگر حزب الف با حزب ب متحد میشه و قدرت سیاسی یا دولت رو تشکیل میده، به معنای اینه که بخش‌های مهمی از جامعه به این توافق تن در دادن. به این معنا یعنی که ایدئولوژی‌های سیاسی زمانی وارد ائتلاف میشن که پشتوانه ملی داشته باشن و این ائتلاف هم در چارچوب قوانین اساسی کشور صورت میگیره. برای نیروهای سیاسی که معلوم نیست اصلا کدوم بخش از کشور پشتشون آیا هستن یا نیستن و فقط به صورت امروز یک ایدئولوژی چیز دیگه نیست، ائتلاف هیچ معنی نداره مگر اینکه تعداد مثلا 20 نفر بشن 40 نفر یا 100 نفر بشن 200 نفر، که این خیلی تعیین کننده نیست در گذار به دموکراسی. برای ما میلیون ها آدم الان تو خیابون داریم که دموکراسی رو انجام میخوان بدن با عمل معینشون به دموکراسی برسن. بنابراین کسی که میگه اتحاد رمز پیروزی است باید روشن کنه آیا منظورش از اتحاد چیه. آیا منظورش از اتحاد اتحاد ایدئولوژی های گروهی خودشونه؟ در این صورت این یک امکان ناپذیر، دو مجوز نداره اصلا، چون مجوز جمعیتی نداره، مجوزی که پشتش بخشایی از ملت ایران باشن نیست. بنابراین یک اتحادیه بین فقط همون تعداد آدمایی که اتحاد شکل میدن. بنابراین اتحاد نیروهای سیاسی در خارج از کشور یا داخل کشور به معنای اتحاد ملی نیست. به همین دلیل قدرت سیاسی جانشین باید یک قدرت فراحزبی باشه، یعنی یک دولت و یک تشکیلاتی که فقط بتونه گذار آرام رو در واقع انجام بده، یعنی معنای خیلی کانکرت و مشخص میده که بتونه وزارتخونه‌هایی که امروز کشور ما وجود داره یعنی بوروکراسی و ارتش و نیروهای نظامی رو تصاحب کنه. به خاطر که این نیرویی که باید امکان گذار به دموکراسی رو محقق کنه، این نیرو تشکیل میشه از تکنوکرات‌ها و کارگان‌هایی که بلدن وزارتخونه‌ها رو اداره کنن، نه آدمای سیاسی که دارای ایدئولوژی معین مثلا حزبی فلان هستن. به خاطر اینکه این ایدئولوژی هنوز مجوز ورود به قدرت سیاسی رو نگرفتن، برای که هنوز قانون اساسی وجود نداره، هنوز قانون انتخاباتی وجود نداره. بنابراین ما یه مرحله گذار خیلی خاصی رو داریم که یک دولت خیلی خاصی که فرا حزبی فرا ایدئولوژیک است مورد نیاز هست. دقیقاً کاری که با کاراکتر و شخصیت شاهزاده رضا پهلوی مثلا قابل مقایسه است. به همین دلیل به گمان ما با بارها هم صحبت کردیم این کار فقط و فقط از آدمایی مثل شاهزاده رضا پهلوی یا آدمایی که توی ایران به هر حال چهره های محبوب مردمن یا تو زندونن، به خصوص فعالان زنان و غیر و غیر، اینها باید فراخوان به تشکیل چنین قدرتی بدن، چنین قدرت سیاسی موقتی بدن و پشتش وایسن و ازش حمایت کنن که این مقداری مشروعیت پیدا کنه. در این صورت ما دارای جنبش ما جنبش بی سر نفر جنبش خواهد بود که در واقع فرمان مردم توی خیابون رو انجام خواهد داد. این چیزیه که بهش میگیم تئوری سیاسی گذار. این چیزیه که آدمایی که این تئوری رو مطرح میکنن بهشون میگیم روشن فکران تو سیاست. این لازمه. بالاخره آخرین نقطه‌ای که میخواستم بگم اینه که چون شما دوباره سه بار گفتید که چرا تو 42 سال گذشته این اپوزیسیون ها و این تئوری ها و این بحث ها به جایی نرسیده، اولا من فکر میکنم که دلایل زیاد داره و مهمترین و مادر تمام این دلایل اینه که راه حل دموکراتیک وجود کسی راهی نداره. تمامی راه حل ها مبتنیش بر اقتدار گرایی همه جورش از هر حزب و گروهی که شما بگید میتونه ما یکی یکی راجبش بحث کنیم، ولی علاوه بر اینها چند نکته دیگه هم وجود داره که باید بهش توجه کرد که تو این 43 سال این حکومت باقی مونده. یکی این که مشکل خود شکل و محتوی این حکومته. این حکومت توتالیتر فاشیست وحشتناکیه. شما نگاه کنید در آلمان فاشیسم آلمان توسط مردم آلمان سقوط نکرد، توسط اتحاد کشورهای دموکراتیک و غربی سقوط کرد.
حکومت ایران کاملا قابل مقایسه با حکومت آلمان. بنابراین مردم ما دست خالی در مقابل یک حکومت وحشی مثل حکومت فاشیسم آلمان قرار گرفته که حتی از اونم شاید بدتر بشه. نکته دوم اینه که تصفیه حساب نشدن نکردن نیروها یا آدمای سیاسی با گذشته شونه. کاری که در مثلا آلمان انجام شد، در آلمان حتی توی نویسنده ها شما حتما خودتون آلمان هستین میدونین، توی نویسندگان هنرمندان و ادیت سیاسی و روشنفکر یک نگاه به گذشته، نگاهی به فاشیسم دوباره انجام شد، حتی تا جای پیش رفت که ایده های فلسفی برخی از فیلسوفان آلمان رو میتون بخشن دلایل موفقیت فاشیسم دونستن. این کار در مورد ما انجام نشده. ما در مورد ما آدم طرف کمونیست بوده اومده یه حزب درست کرده ولی نگفته چرا از کمونیست در اومدی، تو آنالیز نکرده، توضیح نداده، یا اگه خیلی سطحی و جانبدارانه و با به حال هنوز تعیین تکلیف دقیق نکرده. نکته بعدی گفتم نبود اندیشه سیاسی برای گزار که وجود نداره، اندیشه ها همه اقدارگرانه است و قابل انتقاد و نقد هم نمیپذیرم. نکته عجیبش اینه بسیار از رهبران سیاسی که این تئوری های گزار در مثل من اسم میبرم مثل شورای تصمیم، مثل شورای مدیریت گزار، اینا اومدن رهبران شدیم میستان ما نقد کردیم و اصلا پاسخ ندادن و بگمان من پاسخی ندارن که بدن علتشین. و بالاخره یکی دیگه از دلایل تعلق جمهوری اسلامی به اون جبهه جهانی ضد دموکراسی روس، چین و غیره و غیره که حمایت هم معنوی و هم مادی میشه، اینا یعنی یک فاکتوری در که در بقای رژیم کمک کرده. و بالاخره نکته بعدی اینه که نکته مهم اینه عدم در واقع شناسایی مبارزات مردم ایران به طور دقیق از طرف دولت‌های دموکراتیک در جهان و ترسی که از رژیم جمهوری اسلامی رو سالها داشتن و این ترس خود به شکل این نشون میداد که اگر اتفاقی در ایران بیفته شاید میلیون ها پناهنده وارد کشورهای اروپایی بشن که این امکان رو اونا ندارن که برای از اینا پذیرایی کنن. ولی به گمان من این بهانه بیش نیست. امروز رهبران اروپا حداقل توشون آدمای خیلی شجاع و قوی وجود هنوز نداره که بتونن با حکومت های فاشیست مثل ایران کاملا در بیفتن. کاری که در مورد اوکراین کردن در مورد ما اصلا نکردن، در حالی که اینا میدونن که شرایط با خیلی از شرایط اوکراین بهتر نیست و تمام این 43 سال با این داستان در واقع این آشنایی کامل دارن، چه خودشون چه از طریق پناهنده و مهاجر ایرانی میدونن. و اینم یکی از نکاتیه که کمک کرده به جمهوری اسلامی تو این 43 سال در واقع باقی مونه. بنابراین اگر امروز جوانای ما عزمشون رو جذب کردن که رژیم رو ببرن، میبینیم که یک چرخش هایی در نگرش کشورهای اروپایی هم وجود اومده، یک چرخش هایی در اندیشه سیاسی روشنفکران کشورها وجود اومده، خود ایرانی خارج کشور فعال شدن و به این چرخش در واقع دامن زدن. باید امیدوار بود که اون بخشی که میتونه فکر کنه، میتونه اندیشه کنه و به نظر من امروز با این فوریتی وجود داره باید هول کسی مثل رضا پهلوی جمع بشن و داستان پیش برن، وگرنه از این به هر حال این اپوزیسیونی که امروز ما تا شناختیم میشناسیم به هنوز در واقع ادامه همون اپوزیسیون پهلوی هست در واقع به نوعی دیگه چندان امیدی به نظر من نیست. امید همون چیزی که تو جوان ها بلند شدن و امید اینه که به حال نباید گفت که کسای خارج کشورم در واقع هیچ کاری نمیتونن بکنن، حتما میتونن بکنن. نسل جدیدی وجود بلند شده توی این خارج کشور که اندیشه سیاسی رو میشناسه خیلی بهتر از پدران و پدر بزرگانشون، اینا همه میتونن وارد بازار مبارزه، وارد کارزار مبارزه بشن و ای بسا که در آینده یک چون اتحاد میمون صورت بگیره و مملکت ما بالاخره روی آزادی رو خودش ببینه. خیلی متشکرم. مرسی از شما. خانم بهراد بفرمایید. ببینید در مورد من در مورد خیلی از نکاتی که گفتن صحبتی ندارم. در مورد خارج داخل که مسلمه خود من سالهاست دارم می‌نویسم، اصلا یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی ترفند به کار زده جدا کرده، جداییست، آپارتاید به طور کلی در همه زمینه هاست از جمله خارج داخل کردن، و ببیشه اون کسی که من همواره در دفاع ازش نوشتم در دفاع از ایده هاش و همیشه گفتم تا زمانی که از این ایده ها دفاع بکنه من ازش دفاع میکنم، شاهزاده رضا پهلوی خودش در خارج کشور، در داخل ایران که نیست. در مورد این موضوع همبستگی و اینها، خود من تا چندین سال پیش تا قبل از 88 که
فضا راکت بود و جمهوری اسلامی هم کاری کرده بود که به هم برای غربی ها هم برای جامعه ایران که من سرنوشت شما هستم، دو تا بال دارم، یکیش اصلاح طلب، یکیش اصولگرای. زمانی این اصولگرها اسمشون بود محافظه کار، بعدن تبدیل شد به چیز به اصولگرا توی رسانه‌های غربی و بین سیاستمداران که شد تندرو و میانه‌رو. اینا تمام اصطلاحاتیه که از اینجا در واقع وارداتی منتقل شد اونجا، اونا هم قاپیدن اتاقای فکر جمهوری اسلامی. این سرنوشت شماست، نه؟ اون اهمیتی که من به جنبش 88 میدم این هستش که برای اولین بار وقتی مردم با اون جمعیت اومدن خیابون، این شکسته شد که جمهوری اسلامی میتونه ضربه پذیر هست و میتونه ضربه بخوره و سرنوشت مخدوم ما نیستش. تا اون موقع من خودم مطالبم توی اینترنت و اینا هست، فکر میکردم که و خیلی درباره اتحاد و ائتلاف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مینوشتم، ولی از اون به بعد دیگه از جمله با توجه به این تجربه که چرا این جواب نمیده، چرا کسایی مرتب امتناع میکنن که بخشش رو الان گفتن که بخشش همون اقتدارگرایی و اون منیت یا فردیت، نه فردیت هم بیست مثبت، منیتی هستش که در بخشی از افراد و اون گروه های سیاسی هستش که اصلا با خودشون و خطاهاشون تعیین تکلیف نکرده کلی چیز دارن، کلی ادعا دارن، بخشش اون هست. ولی بعدش دیگه فکر کردم که نه، این چیز نمیشه، این شدنی نیست به یک به هر دلیلی. و حتی تا سال با توجه به اینکه شاهزاده همیشه چهره شاخص اپوزیسیون بوده، منتها خب سالها مورد نه تنها بی‌لطفی رسانه‌های خارج کشور بود، مورد نفرت و تخریب جمهوری اسلامی که بود، ولی مورد بایکوت رسانه‌های خارج کشور بود. در کشورهای خارجی هم همینطور، مثلا خود آلمان تا سالها به خانواده پهلوی ویزا نمیداد به دلیل اینکه نکنه مثلا جمهوری اسلامی به تیغ شقباش بر بخوره. و حتی تا سال 2012، یعنی دقیقا 10 سال پیش، که شاهزاده در سفری به برلین یک مجموعه شواهدی رو به راجب جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی و به رهبری خامنه ای به یه سری از پارلمان نمایندگان پارلمان اروپا، پارلمان معذرت میخوام آلمان، ارائه میده که یکی از اونها اتفاقا ایرانی تباره و الان رهبر حزب دموکراتای لیبرال بیژن جیرسرایی، همون روزی که این ملاقات انجام میشد در پارلمان اینجا سخنرانی داشت و یه سخنرانی خیلی خوبی علیه جمهوری اسلامی، نکاتی رو راجع به علیه در ارتباط با جمهوری اسلامی گفت 10 سال پیشه. همون زمان، شاید بعضی از شما در جریانش باشید، آنچنان قوقا و جنجالی علیه شاهزاده را انداختن که اصلا شما پیش خودتون شک میکنید که آیا اینها مخالف جمهوری اسلامی هستن و یا مخالف این هستن که چرا ایشون اومده رفته این جریان جنایت علیه بشریت رو با نمایندگان اینجا مطرح کرده. یعنی همیشه این که ایشون به نوعی از طرف گروه‌های سیاسی بایکوت بشه یا تنها بمونه، به نظر من این هم بخشی از اون مسئولیت احزاب و گروه‌های اپوزیسیون، اونایی که حالا طرفدار پادشاهی بودن اونا به کنار، ولی بقیه‌شون که اصلا به این موضوع که این موضوع این فردی که ما اینجا داریم میتونه به مردم ایران کمک بکنه توجهی نکردن. خب این هم بخشی از اون مسئولیتی است که آدم‌هایی که مدعی به اصطلاح سیاست و دموکراسی و حقوق بشر اینا هستن باید بهش توجه می‌کردن، چون هر جامعه‌ای به دنبال این هست که بدونه کدوم چهره‌های شاخص، ورزشکار، هنرمند، سیاسی میتونه به اون خواسته هایی که جامعه داره بهش کمک بکنه. به هر حال برگردم به این، بعد من اونجا دیگه پس از مطالب زیادی که راجب ائتلاف و نمیدونم اتحاد و اینا نوشتم، احساس کردم که اصلا این جواب نمیده. به همین دلیل ذهنم رفت رو این که اون همبستگی احزاب
به قول ایشون که گفتند اقتدارگرا، چه فردی یا چه جریانی، و یا کسانی که سیاست کسب و کارشونه یا حقوق بشر کسب و کارشونه نیست، بلکه همبستگی ملی به هر شکلی ما نمیدونیم اون موقع که نمیدونستیم، الان داریم یه سری چیزاشو تو ایران میبینیم، نه در داخل کشور با مبارزات مردم شکل میگیره و خودش رو به نیروهای سیاسی تحمیل خواهد کرد، نه به همه نیروهای سیاسی از جمله به خود شاهزاده تحمیل خواهد کرد، چون ایشون اگر که هستن در میدان و نقشی برای خودشون قائل هستن، بنابراین نمیشه که همینجوری وایساد و هیچ کاری نکرد. اگر که صدا زده میشه و یا اگر که کسانی این توقع رو از ایشون دارن، بنابراین تحمیل میشه به ایشون که وارد عرصه عمل بشن، ولی تا زمانی که اونجا فعال نیست، این حرف من بود، خارج کشور چه کار بکنه جز همین صحبتایی که داریم میکنیم و جز اعلامیه و بیانیه و اینا؟ کار دیگه ای نمیشد کرد، همیشه همینطور بوده، هر وقت داخل کشور فعال شده خارج کشور هم فعال شده. حالا در مورد این موضوع گذاری که گفته شد و کاملا هم درست هست، من فکر کنم این هم در جریان عمل شکل خواهد گرفت، باید منتظر باشیم ببینیم که قطعا هم باید فراجناحی باشه، یعنی اصلا چیزی جزئی نخواهد بود. چرا؟ من تمام این روزهایی که یه هفته الان وارد هشتمین روز شده داره میگذره، به اونهایی که مرتب هی یقه همدیگر رو میگیرن همیشه فکر میکنم آیا اینا بین خودشون فکر میکنن که آیا این کسایی که میریزن توی خیابون، کسی از اون یکی میپرسه تو طرفدار چی هستی؟ تو طرفدار کدوم نظام هستی؟ تو دینت چیه؟ تو عقیدت چیه؟ کسی اصلا این چیزا براش مهم نیست. چرا؟ چون همون دنبال همون چیزی هستن که به عنوان انسان ازشون سلب شده. آزادی در سرشت انسانه. این که در بحث فلسفه سیاسی میاد که سرشت انسان آیا گرگ هست یا نه بره هست، در واقع میخواد این آزادی رو که در سرشتش هست با این مثال ببینه که باید با یه قدرت استبدادی مهار بشه و یا نه انسان این ظرفیت رو داره با همدیگه به گفتگو بپردازن و با همدیگه به یک سری قراردادهایی برسن که بتونن اون آزادی و امنیتشون رو و رفاهشون رو تامین بکنن. و همین دلیل من فکر میکنم همین گذار هم، حالا اون بخشی که روش بنا بکنیم یه بخش، همین گذار هم به اون تفکر سیاسی نیاز داره، باید به آدم ها، به مردم ایران به اعلام بشه اگر میخواید به اون آزادی و امنیت و رفاه برسید، اگر میخواید به گسستی که در این 43 سال در تاریخ و فرهنگ شما به طرز فجیع و شنیع به وجود اومده غلبه بکنید، میبایست فراجناحی باشید، میبایست قبول بکنید که در جامعه ایران تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی، سیاسی، عقیدتی، جنسیتی همه چی وجود داره و برای هم عبور و هم بنا کردن به افراد شایسته نیاز دارید و نه به فعال صرفا سیاسی. یعنی باید کسی باشه که بدونه مثلا اگر میخواد برای فرزن برای قانون اساسی کار بکنن، اینا باید حقوقدان باشن، نه اینکه صرفا فعال سیاسی باشن. یعنی به این دلیل میگم عقیده سیاسی الزاما فکر نیست، عقیده است و به درد رأی دادن میخوره. من نمیتونم بیام بگم چون عقیده من اینه، دو طرفدار این هستم یا طرفدار اون هستم، اصل فلان رو در قانون اساسی بذارید. نه، حقوقدان هایی باید باشن که با تاریخ جهان، با تاریخ خود ایران، با مسائل حقوقی، با حقوق تطبیقی در کشورهای مختلف آشنا باشن، با شرایط ایران آشنا باشن و بتونن قانون اساسی رو تدوین بکنن، نه یک تنه. چون برای خود من تا حالا یه 10 تا قانون اساسی فرستادم، نه که بخونید چه قانون خوبیه، نه، تمام اینها کارهای جمعی است و باید گذشت
جمهوری اسلامی باید دفترش از همه نظر بسته بشه، از جمله از نظر اینکه آدم‌های بی‌لیاقت به دلیل اینکه روابطی داشتند بیان امور رو به دست بگیرند. دوران گذار هم باید در دست آدم‌های کارآمد در رشته‌های مختلف باشه، چون اینها قراره که این گذار رو توی خلک انجام نمیفته، در یک کشور واقعی با دم و دستگاه واقعی با یک ساختار فربه عظیم دولتی با نهادهای مختلف نظامی و کشوری داره اتفاق میفته و باید کسانی باشن از جمله در میانه همونایی که چون از آن میان شما میونه این همه 80 میلیون ایرانی فکر کنید مثلا 40 میلیونش کسانی هستن که دارای حق بیش از 40 میلیون دارای حق رأی هستن و بالای سن 18 سال هستن، خب اینا دارن در همین جمهوری اسلامی کار میکنن. بسیاری آدمهای شایسته‌ای وجود دارن که میشه کارهای زیادی به اونها سپرده بشه، ولی در اون بخشی که حالا گفتن اسمش دولت هست یا دولت انتقالی یا هر چیزی که هست و باید هم در چنین شرایطی شکل بگیره و واقعا هم تنها کسی که میتونه برای چنین کاری اقدام بکنه شاهزاده رضا پهلوی است و شاید هم کردن، من اطلاع ندارم، شاید هم کردن، شاید هم همین فردا پس فردا چه میدونم چیزی اعلام بشه. ناامید کننده خواهد بود اگر چنین نکاتی درش رعایت نشده باشه، فراجناهی نبوده باشه، آدمای کارآمد نبوده باشن، نمیدونم کسانی که مورد اعتماد و اطمینان مردم چهرهای خوشنام نباشن. این باعث به اصطلاح شاید یک سری مشکلاتی بشه و من فکر میکنم با توجه به شرایطی در ایران هست این چیزهایی که فکر ما رو مشغول میکنه قطعا فکر اونایی رو هم که در فکر این موضوع هستن مشغول خواهد کرد. موضوع سر این هستش که همین دوران گذار هم باید به مردم توضیح داده بشه که هدف چی هست، آزادی، امنیت و رفاه شماست، فکر ما چی هست، غلبه بر گسست 43 ساله جمهوری اسلامی بر اساس دستاوردهای تاریخ معاصر خودمون و استفاده از دستاوردهای تمام جهان. خیلی ممنون از شما خانم سراد. من برای خودم یه F9 زدم تو منستان که دوستانی که F9 میزنن، دوستانی که حاضرن، هموندان داخل با F9 میتونن خیلی خلاصه اصلاح نظر پرسشی بکنن. من میخواستم راجع به دوران گذاری که شما فرمودید پرسشی بکنم، شما پاسخ دارید در انتهای صحبتاتون. فقط من یه چیزی میخواستم، یه سوالی برای من مطرحه که این دوران گذاری که شما به درستی توضیح دادین برای مردم هم باید آشکار بشه، واضح بشه که این دوره چرخ زندگی شما با توسط این منتخبین این دولت یا هر چی که میزنیم یا کنگره یا دولت میزنیم که مرتب متشکل از به اصطلاح معتمدین مردم هست و حمایت شاهزاده، این زمانش مورد سوال بود برای من که آیا زمانش الان فرا نرسیده؟ چون اگر حکومت سقوط بکنه در اون موقع مردم هنوز نمیدونن، ولی اگر از الان مردم بدونن که یک همچه دولتی به وجود اومده و به اونا اطمینان بده که آرامش خواهد بود، چرخ زندگیشون همچنان خواهد چرخید، حتی به نظامیانی که ناراضی هستن اطمینان بدن که شما رو محاکمه نمی کنن اگر دستتون آلوده نباشه و میتونین شما هم به زندگیتون ادامه بدین، این حتی عزم مردم ایران رو برای مبارزه بیشتر راسختر میکنه، یه نوع گارانتی به مردم میده. بنابراین به نظر من هرچی زودتر باید این تشکیل بشه به همت شاهزاده البته. و اشاره جالبی هم کردید به مجلس قانون اساسی که باید از متخصصین و حقوقدانان برجسته باشه، به نظر من امر بسیار جالبیه که ما هم در همین مهستان بحث داشتیم. خیلی ممنون از شما خانم قیاسفند. شما هم خودتون وقت گرفتین، هم از هموطنان میتونی نوبت بیارین، نوبتش با خودتونه کدومی که اول. سپاسگزارم. من چون همون موقعی که خانم فرزان وقت گرفته بودن و پاسخ خانم بغراش رو شنیدم وقت گرفته بودم، برای اینکه خیلی فاصله نیفته اگر اجازه بدید
اول دو سوال دارم که میخوام مطرح کنم از خانم بقراط عزیز بپرسم. اما در ابتدا خواستم عرض کنم که خانم بقراط، شما اشاره کردید به جنبش 88، البته نه اینکه من این جنبش رو زیر سوال ببرم، چون خودم هم یکی از کسانی بودم که در جنبش 88 خیلی فعال بودم، اما میخوام خدمت شما، اون موقع 30 سالم بود. حالا چرا دارم این رو میگم؟ برای اینکه اون دوران دورانی بود که دقیقا مثل الان کسانی اومده بودن وسط خیابون که سنین بین 20 تا 30 سال بودن، البته الان زیر 20 سال هم اومده، یعنی با این تفاوت. اما میخوام به شما بگم یه تفاوت خیلی چشمگیری که اگه من به عنوان یک بیننده از نزدیک در جنبش 88 که کفش پاره کردم و باتوم خوردم و فرار کردم ولی صدام در نیومد، نه فقط من بلکه خیلی از همراهان من، بخوام یک توضیح کوچیک درباره آنچه که دیدم و تفاوتش با آنچه که هست بدم. حقیقتا این بودش که بذارید اینجوری به شما بگم، همین امروز صبح وقتی از خواب پا شدم داشتم با خودم فکر میکردم عجیبه، نسل ما نسلی بود که کودکیش رو توی دوران جنگ گذروند و اون، شما میدونید تو کودکی وقتی شما شاهد بمباران باشید، شاهد شنونده آژیر قرمز باشید، توی مدرسه یهویی با وحشت بفرستنتون توی پناهگاه و هر آن فکر کنید که الان توی خونه مادرتون مثلا زیر آوار مونده، خب حس خیلی بدی برای یک کودک داره. بنابراین ما به این دلیل نسل ما دهه 50 ها به ویژه خودمون رو کاملا نسل سوخته میدونیم از این لحاظ. اما توی جنبش 88 داشتم فکر می‌کردم که چطور ما که دوران جنگ اون همه وحشیگری رو تحمل کردیم و بعد دوباره توی دوران دانشگاه تحمل کردیم، چرا جنبش ما اینقدر متفاوت بود با جنبش اخیر؟ بعد برای خودم یک سوال تراشیدم و اون تفاوت میدیا بود. اون موقعی که درست 20 روز قبل از جنبش 88 اینترنت، فیسبوک رو بستن. فیسبوک تنها چیزی بود که پل ارتباطی ما با خارج کشور بود، یعنی مسنجرش بود. اون موقع هیچی نبود. حتی من خاطرم هست موقعی که شاهین نجفی ترانه به اسم چیز چیز رو خوند که در واقع آقای موسوی رو مسخره کرده بود و خیلی این ترانه بین ماها که توی جنبش 88 میرفتیم شرکت میگردیم خیلی جالب شده بود و برای هم با بلوتوث پخش میکردیم که مثلا بلوتوث تو روشن کن تا برات یه موزیک بفرستم. یعنی میخوام بگم که ارسال خیلی از این ویدیوها و این پیامک ها با بلوتوث بود و علاوه بر اون موبایل های ما خیلی پیشرفته نبود که ما بتونیم چنین فیلم های با کیفیتی از وضعیتی که بود بگیریم و حتی زیاد فیلم نمی گرفتیم. اما یه چیزی که هرگز یادم نمیره موقعی بود که قرار بود آقای موسوی بیا توی میدون انقلاب و ما همه به ذوق آقای موسوی داشتیم میرفتیم. این رو خدمت شما عرض کنم که خود من اون موقعی که رفتم توی راهپیمایی در واقع مخالف حکومت بودم، چه بسا که یک بار وقتی توی تاکسی داشتم برمیگشتم گفتم که من اگر اومدم توی خیابون، به بقیه کسایی که مثل من توی چیز بودن، توی راهپیمایی بودن، گفتم من اگر اومدم برای ریش موسوی نیومدم، من اومدم که شاید یه راهی پیدا بشه که اینا همشون برن. من هیچ وقت خاطرم نمیره که اون چند نفر توی ماشین منو از ماشین پیاده کردن به خاطر اهانتم به آقای موسوی. یعنی میخوام به شما بگم، همه اینا رو گفتم که بگم که اولا اون موقع میدیا اینقدر قوی نبود که ما بتونیم فیلم بگیریم. خانم رهنورد بیانیه میداد، ما با مسیج، با اسمسی که قطع شده بود یکی در میون دریافت میکردیم، چون حتی اسمس ها هم بسته بودن اون موقع، یکی در میون اسمس دریافت میکردیم، دریافت کردیم که خانم رهنورد بیانیه داده که توی راهپیمایی که میخواید امروز برید مثلا حجاب رعایت کنید، حجابتون رو عقب نزنید که بگن جنبش شما ضد اسلامه. این به کنار که ما همه رعایت میکردیم. آقای موسوی بیانیه دادن که راهپیمایی شما راهپیمایی سکوت باشه. من خودم خاطرم هست که به چند تا خانم آقا تذکر دادم که سکوت کنید، برای اینکه اون موقع هیجان اون دوران و فکر میکردیم این به نتیجه میرسه. هیچ پل ارتباطی ما از طریق میدیا واقعا نداشتیم. اون موقع اصلا اینطوری نبود، اصلا مثل الان نبود. اما در همین مدت که اون موقعی که من 30 سالم بود تا حالا که شده
42 سالم، حالا ما رسیدیم به میانسالی، ما دیگه خسته شدیم فقط و فرار کردیم، اومدیم اکثرمون اومدیم اینجا تازه از نو زندگیمون رو شروع کردیم و اومدیم داریم فعالیت سیاسی میکنیم و فقط بیننده ایم و یک مقایسه‌گر. حالا به عنوان یک مقایسه‌گر خدمت شما عرض کنم که تو همین چند سال خانم مسیح علی نژاد و خیلی از فعالان حقوق زن واقعا بسیار مثمر ثمر عمل کردن. این رو هفته پیش هم گفتم، در بالا بردن آگاهی زنان به حق و حقوقشون و علاوه بر اون روشن شدن مردهای جامعه نسبت به حق و حقوق زن و دلسوزی بیشتر. من از این بابت واقعا افتخار میکنم به اتفاقی که در این چند سال افتاده. یعنی مردها از لحاظ احترام به حقوق زن الان چیزی که میبینم اینه که فرق کردن، روشن شدن، آگاه شدن. خب اینا میریزن تو خیابون و چون آگاهیشون بیشتر شده خشمشون هم خیلی بیشتر شده. خب خواستم خدمتون عرض کنم که جنبش 88 چون شما خیلی ازش به عنوان یک جنبش، حتی به عنوان جنبش ضد حکومتی ازش نام بردید، باور بفرمایید نه جنبش 88 ضد حکومتی بود نه جنبش 78 که دقیقا سال اولی بود که من دانشجو شدم. باور بفرمایید که جنبش 78 هم به شوق خاتمی بود برای اکثرا. من اصلا نمیخوام بگم توش اقلیت هایی هم بود که البته رفتن زندان، ولی برای اکثریت اینطوری بود. اما یک نکته دیگه خانم بقراط، شما اشاره کردید به این که در داخل ایران باید این، شاید بتونم بگم اون آلترناتیو باید در داخل ایران شکل بگیره، اگر برداشتم درست بوده باشه از صحبت شما، چون برای من خیلی مهمه نظر شما. اما خدمت رو عرض کنم نکته بعد این که ما الان چند وقته به اندازه 37 تا برنامه تهیه کردیم به نام روزگار آلترناتیو که نمیدونم تا حالا اسمش رو شنیدید یا مشاهده کردید یا نه، از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان که یک گروه خیالی رو تصور کردیم که مصمم هست برای ساخت یک آلترناتیوی که سکولار و دموکرات باشه، که قطعا باید یک تیمی باشه که متشکل باشه از نخبگان سیاسی، باید دارای حقانیت باشه، باید قابلیت‌های تشکیلاتی داشته باشه، استراتژی داشته باشه، تاکتیک داشته باشه و بعد بتونه اعلام موجودیت کنه. به هر حال باید ساختارهای لازم رو داشته باشه. شما از شاهزاده نام بردید، من علاوه بر شاهزاده میخوام خدمت شما عرض کنم که همون فرهیخته بودنی که شما ازش نام بردید درباره مثلا اینکه باید کارشناسان قانونی باشن که بتونن قانون اساسی رو بنویسن، من با شما موافقم و حتی معتقدم که همون فرهیخته بودن اعضای اون گروهی که میخوان آلترناتیو رو تشکیل بدن میتونه باعث حقانیت اون گروه بشه و همین میتونه اتفاقا باعث بشه که مردم بیشتر بپذیرنشون، چون این میتونه خودش لژیتیمسی بده به اونها. اما خواستم نظر شما رو راجع به این که آیا اصلا میباید چنین گروهی تحت عنوان آلترناتیو ایجاد بشه یا نه، نظر شما رو دوست دارم، نظر انتقادی شما رو بدونم. و نکته بعد که آیا جز اینه که اگر حتی یک نفر از اعضای این تیم هر چقدر هم فرهیخته در داخل ایران باشه زیر شکنجه و سرکوب این گروه رو ناکار نخواهد کرد؟ من فکر میکنم خواهد کرد. و نکته بعد، مگر اینکه فقط یکی دو نفر اونجا باشن که حتی این باز هم باعث حقانیت دادن به این گروه بشه، یعنی در واقع گوشت جلوی توپ شدن اون یک عضو یا دو عضوی که از داخل ایران اومده عضو شده باعث بشه که باز یه حقانیت بیشتری به این گروه داده بشه که اونم به نظرم زیاد انسانی نیست. این سوال من از شما که اصلا نظر شما راجع به تشکیل شدن چنین گروه آلترناتیوی که اگر میخواست تشکیل بشه باید تا الان که چنین انقلاب سراسری زیبایی واقعا تشکیل شده نباید تشکیل میشدش. و سوال دوم اینه که شما آینده همین اعتراضات مردمی رو بدون تشکیل چنین گروهی چگونه میبینید؟ آیا این کشتار و سرکوب و خشم مردم تا کجا پیش خواهد رفت؟ سپاسگزارم. مرسی از شما. بفهمید. مرسی. در مورد جنبش 88 من تاکیدم روی مردم هست، نه اینکه ضد حکومتی بود. ما همه میدونیم که در جنبش 88 شعار معروفش رأی من کو بود
که خود من اصلا مخالف رای دادم، در تمام این سالها مخالف رای دادم بودم و من گفتم حتی اگر کسی گوش نکنه از روی پرنسیپ نباید در انتخابات رژیمی که فاشیست مذهبی هست شرکت کرد و بهش در واقع مشروعیت یا عبارت بهتر حقانیت داد. و برابر این تاکید من روی جنبش 88 بود که وقتی اون جمعیت که در میون اونها کسانی بودن که واقعا ضد حکومت بودن، خیلی از کسانی که شرکت کردن چه در داخل کشور چه در خارج کشور، مثلا ماها خودمون ضد جمهوری اسلامی بودیم، در ایران هم به هم میشه، ولی اصلا منظورم سر ضد حکومتی بودن جنبش 88 نبود، بلکه اون جمعیتی که با هر کسی از زن خود شد یار من اومد و شرکت کرد نشون داد که جمهوری اسلامی ضربه پذیره. وقتی به اون شکل هم سرکوب کرد و حتی بچه‌های خود کسانی رو که در واقع طرفدار خودش بودن نشون داد که ضربه پذیره. این اون سد سکوتی رو که تا اون زمان وجود داشت و هیچ تظاهرات عظیمی علیه جمهوری اسلامی انجام نمی‌شد شکست. از این نظر برای من جنبش 88 نه اون مضمون سیاسیش، این رو تو حرفای قبلیم هم گفتم، بلکه از نظر ریختن مردم تو خیابون از این نظر اهمیت خیلی خیلی سیاسی داره، خیلی خیلی مهم داره و جمهوری اسلامی رو متوجه کرد در این حال که باید اتاق فکراش دوباره به کار بیفتن و جلوی همچین به اصطلاح و مواردی رو بگیرن که البته با یک کار میتونست جلوی تظاهرات بعدی رو بگیره، اون که به خواسته مردم پاسخ بده، خواسته سیاسی و اقتصادی و اجتماعیشون پاسخ بده، که طبیعتاً چون نمیتونست بنابراین افرادی مثل که من هم مثل اونا فکر میکنم همیشه میگفتن این بار سرکوب میکنن مردم باز میان بیرون، سرکوب میکنن بازم مردم میان بیرون، اینقدر میان بیرون اینقدر منو سرکوب بکنن که دیگه نتونن و مردم خیابونا رو بگیرن. ما الان این جنبش کنونی هم به نظر میرسه که به طرف سرنگونی داره میره و وارد روند انقلاب شده. با این همه هیچ وقت هیچ چیز پیش بینی پذیر نیست، ممکنه تنها بر این اساس از اونجایی که هر حکومتی ظرفیت هایی داره و اون ظرفیت ها وقتی به پایان برسه باید مثل همون چیز طبیعی که گفتم باید به تاریخ سپرده بشه، جمهوری اسلامی به اون مرحله ظاهرا رسیده. این از این نظر. در مورد آلترناتیو و اینها من راستش زیاد آدم صالحی در مورد صحبت کردن راجع به این موضوع نیستم، برای اینکه فکر میکنم که بیشتر سازماندهی همون دوره گذار از این حالا ببین، جریان گذار رو هم که جدید که مطرح نشده که خیلی وقت پیش مطرح شده بود قبل از اینکه این جریان شورای گذار و اینا به وجود بیاد، منتها تمام اینها همینجور میمونه تو بایگانی میمونه. چرا؟ چون اینو که ما برای جامعه آلمان نمیگیم، برای جامعه ایران میگیم، در اونجا باید اتفاقاتی بیفته تا تمام اینها چیز پیدا بکنه، علت پیدا بکنه که این کار برای چی داره انجام میشه. این که دیر خواهد بود یا زود خواهد بود یا چه اتفاقی خواهد افتاد، تجربه به شخص خود من همیشه نشون داده در تمام زمینه ها، الزاماً نه مسائل سیاسی یا اجتماعی و عمومی، هر چیزی زمان خودشو داره، وقتی به اون زمان برسه معمولا انجام خواهد شد. این همین جریان تظاهرات اخیر، نه اعتراضات اخیر، این انجام خواهد شد. منتها من معتقدم، همیشه میگم با اینکه اسم ماکیاولی به خاطر اون جمله معروف بد در رفته که هدف وسیله را توجیه میکند، البته اون منظورش معمولا این گفته نمیشه، اون منظورش هدف خوب هست که اون هدف خوب با وسیله خوب توجیه میشه، نه اینکه شما مثلا یه هدف خوبی دارید برید 10 تا جنایت بکنید تا اون هدف خوبو چیز بکنید. حالا به غیر از اینش، ولی تو کتاب معروف شهریارش وقتی از موضوع بخت و فرصت صحبت میکنه، دو تا عاملی که از نظر اون که قرن قرون وسطای ایتالیا فلورانس هست،
شهریار باید بهش فکر بکنه. سوتفاهم پیش نیاد با جریان چیز داره راجع به اون زمان میگه. و به نظر من در تمام این هم این اصل هم در تمام دوران و در همه شرایط اجتماعی تشخیص فرصت، یعنی همون چیزی که تو به صورت عادی جمله معروف هست که در زمان خوب در زمان مناسب در جای مناسب بودن یا در زمان بد در جای بد بودن تا طرف یه حادثه ای براش پیش بیاد، نه از این استفاده بکنه. آیا ما اون آدم هایی رو داریم و در رأس همه این چیزهایی که همه تاکید میکنن، آیا شاهزاده رضا پهلوی میتونه این دوتا شرف رو وقتی زمانش رسیده تشخیص بده و اقدام بکنه یا نه؟ اینا چیزایی که آینده نشون میده. نه ما طبیعتا نگران هستیم، نگرانی داریم و فکر میکنیم گاهی وقتا عجله داریم. مثلا من دلم میخواست سال همون 78 اگه یادتون باشه شما گفتید جنبش دانشجویی، من دقیقا یادم میاد وقتی تو رادیو اینجا دنبال میکردیم یکی از شعاراشون این بود کارشون تمومه. نشد کارشون تموم. نه بعدش به همیشه دلم میخواست سال 96 تموم بشه، نشد. دلم میخواست سال 98 تموم بشه، نشد. دلم میخواد الان تموم بشه. باید ببینیم آیا اون مجموعه یا اون فعل و انفعالی که من گفتم توی طبیعت باعث میشه، فکر کنم برداشت اشتباهی شد، تو اون فعل و انفعالی که خرد آدم ها، رفتار آدم ها، حرکت جامعه، حرکت آدمایی که دارن میرن تو خیابون توش نقش تعیین کننده بازی میکنه، آیا تمام اینها دست به دست هم خواهند داد و اون اتفاق بزرگ خواهد افتاد یا نه؟ این رو توازن نیروها در داخل ایران، نه اینجا، در اینجا فقط میتونه اون حالت پشیبانی رو بازی بکنه و اون دوران گذار رو بتونه سازماندهی بکنه، نه اون در اونجا تعیین خواهد کرد. من فکر نمی کنم با تمام امید و آرزویی که داریم و پیشبینی نسبی که میشه کرد، باز 100% و قاطعانه گفت اینجوری خواهد شد یا اونجوری خواهد شد. مسلماً اون نیرویی که شکل خواهد گرفت یا اون نیرویی که باید به مردم اینجا گفته شد طرف البته این صحبت رو بارها خود شاهزاده هم کردن، گفتن وقتی من میرم با این و اون حرف میزنم به من میگن شما نماینده کی هستی؟ نه؟ با کدومتون طرفیم؟ شما 10 تا گروه هستید. الان شاید اون زمان رسیده باشه که نه اون ائتلاف یا اون چیز، حالا یکی میگه آلترناتیو، یکی میگه دولت، یکی میگه کنگره، اصلا یه نهادی که این نهاد بگه من سخنگو و نماینده اون مردمی هستم که در اونجا دارن جانشون رو میگن و شما میبینید که دارن میگن این نظام رو نمیخوام. ما اون هستیم، ما این نهاد هستیم، ما سخنگوی اونا هستیم. اما این سخنگو که البته شاهزاده نماینده به اصطلاح اون چیز اصلیش هست یا شاید نیروی محرک، من نمیدونم چی بگم که سوء تفاهم پیش نیاد، ولی باید متشکل از افراد معتمد و افراد قابل قبول داخل و خارج کشور باشه. من نمیدونم آیا چیزی که احتمالا ممکنه در جریان باشه، فکر میکنم وقتی ما به این چیزا فکر میکنیم خود اونا هم حتما فکر میکنن دیگه، که بتونن افرادی رو معرفی بکنن که این دوران رو یا سخنگویی اون مردم رو در نه تنها بین سخنگوی اونها با دولت‌های غربی، بلکه به جمهوری اسلامی بگه ما هستیم، ما در مقابل شما وایستادیم در دفاع از اینها. این که پس فردا نمیدونم، شما میدونید که قطعا یک دوران انتقالی خواهد بود چون قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوعیت نداره و تمام البته راههایی هست که الان اینجا جای بحثش نیست. بلافاصله میشه یه سری قوانین رو بلافاصله ملغا اعلام کرد، قوانین ضد بشری رو کار اصلا چیز نیست، بلافاصله ملغا اعلام کرد، یک سری کارهای دیگر هم بلافاصله انجام داد. ولی از این که از این حالت رفتن اینها تا اونجایی که یک دولت مستقر یا یک نظام مستقر رو به اصطلاح بتونه انجام بشه شاید یک سال یا دو سال طول بکشه و در این مدت باید آدم‌های کارآمدی باشند، اصلا مهم نیست از داخلن از خارجن، باید کارآمد باشن، اصلا برن از کره مریخ بیادن،
باید کارآمد باشن تا بتونن این دو سال رو به اون جایی که لازم هست بکشونن. یعنی رای گیری 98% نباشه که کسی ندونه به چی داره رای میده. باید تا جایی که ممکنه با آگاهی، با تقسیم امکانات برابر، تا جایی که ممکنه. من خودم به شخصه به ایرانی ها خیلی خیلی امیدوارم، به جامعه جوان ایران خیلی امیدوارم، چون شما وقتی راجع به 88 وقتی میگید، ما در همون زمان اینجا در خارج کشور بودیم، راست میگید، فقط همون فیسبوک بود، شما دسترسی نداشتید، ما داشتیم، بعضی چیزا پخش میشد. خب آدم صحنه‌ای رو میدید که میفهمید او این نسل فهمیده ایه، نه نسلی هستش که همدلن با هم دیگه. الان اون نسل یه نسل دیگه بهش اضافه شده، دو تا نسل. یعنی در ایران الان سه نسل و نیم، اگر فاصله جمعیتی رو 20 سال در نظر بگیریم، سه نسل و نیم توی ویدیوها که نگاه میکنید میان خیابون، از اون خانم موسفیدی که روسریشو گرفته توی هوا تکون میده تا اون زنای جوونی که 20 ساله گلوله خوردن کشته شدن به خاطر، ظاهرا به خاطر حجاب، ولی در نهایتا به خاطر همون آزادی و امنیتی که حق هر انسانی هست. اصلا جواب انسانی آزادی و امنیت نباشه، اصلا نمیتونن زندگی بکنن، نمیتونن رشد و ترقی داشته باشن. این هستش که در مورد اون نهادی هم که شما گفتید حالا آلترناتیو یا باید انجام بشه، من معتقدم زمانش برسه هم اون کسانی که دست در کارش هستن انجام خواهند داد و فکر میکنم ضرورتش هم الان، چون میدونید یه سال یا دو سال پیش جریان خیلی مهمه که آدم نه زود باشه نه دیر. کسایی مطرح کرده بودن دولت در تبعید، خب شما 10 نفر رو معرفی کنید و کی اصلا به شما نگاه میکنه؟ نه در مورد داخل مطرح کردید که کسانی از داخل باشن یا نباشن. من فکر میکنم این زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدرت سرکوب شکسته، بنابراین خطری داخل رو تهدید نخواهد کرد. فکر میکنم اون زمان همچی چیزی پاسخ خواهد داد. و بعدش هم دیگه باید دید جامعه ایران از این همه تجارب، چه داخل چه خارج، تا چه حد از اون بلوغ سیاسی که بهش رسیده میتونه استفاده بکنه و جامعه رو نذاره دوچار هرج و مرج بشه. مثلا یکی از جلوه های عالی اعتراضات اخیر این بود که بلافاصله زد توی دهن جمهوری اسلامی که میخواست با تجزیه طلبی و اینا تفرقه بندازه، و همینطور یه سری گروهایی که فکر کردن چون مهسا امینی اهل استان کردستان بوده پس الان میتونن سوء استفاده بکنن. مهم هست که جامعه اون بلوغ رو داشته باشه، اجازه نده به کسانی از داخل یا خارج بخوان سوء استفاده بکنن. در این صورت کار این گروه نخبگان، پرهیختگان یا چه میدونم کارآمدها، هر کسانی که شایسته هستن تو هر رشته‌ای، و نه صرفا، من اینو تاکید میکنم، نه صرفا فعال سیاسی صرف الزاماً میتونه باشه، ولی الزاماً کارآمد در این رشته یا اون رشته نیست. اگر من فعال سیاسی هستم و دوست دارم در این هر چیزی که هست مشارکت کنم، باید اول برم بگم من تو چه بخشی هم کارآمدی دارم، کدوم بخش رو میتونم مسئولیتش رو در دست بگیرم، چه کار میتونم بکنم. چون اونجا دیگه صحبت اداره و مدیریت، صحبت بحث نیست، صحبت بحث سیاسی که من طرفدار اینم شما طرفدار اونی نیست. باید یک جامعه 80 میلیونی رو آرام کنید، امنیتش رو تامین کنید، نه اینکه خاموشش کنید، امنیتش رو تامین کنید، بهش امیدواری بدید که داره به طرف فردای بهتر حرکت میکنه، تمام سرمایه های مادی و معنوی رو در داخل و خارج کشور فرا بخونید. شما الان این امکان رو دارید، بسازید خودتون و کشورتون رو. و بعد ایران از نظر نیروهای کارآمد اصلا کمبود نداره، زیادی هم داره. من مطمئن هستم از همین خارج کشور، از درون کشور آدم‌های بسیار زیادی میتونن این وظایف رو بر عهده بگیرن. و من مطمئن هم هستم که کسانی که این چشم امید یا انتظار یا توقع بهشون هست، از جمله خود شاهزاده، امیدوارم که تمام اینا رو در نظر بگیرن. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. خانم قیاسان، یه پیامم از بیرون
بخونید که نزدیک به آخر وقتی. خیلی ممنونم، چشم. یه پیامم میخونم، سپاسگزارم از شما خانم بغراد. زمین اینم اضافه کنم که نسل ما علاوه بر این که روشن فکر شده بود، خیلی هم تناقض توش بود. الان نسل جدید اون تناقض رو نداره و از این بابت من خیلی خوشحالم. یه لحظه اجازه بدید من یه چیزی بگم، چون شما گفتید که اون زمان فیسبوک و اینا، خب من 10 سال دهه 60 رو تو ایران بودم و مخفی، نه، و اون موقع هیچی نبود. ما تراکت می نوشتیم، زیراکس بود، تایپ می کردیم با این تایپ های چیز، با دستخط می نوشتیم و خودمون را می افتادیم، می رفتیم این ور اون ور تو خونه ها می داختیم، پخش می کردیم. اون زمان رفسنجانی بود، علیه رفسنجانی، علیه ادامه جنگ، علیه فسادی که همون زمان صحبتش بود. منتها کی می شنید؟ کسی نمی شنید. دقیقا همینطوره. خیلی ممنون. آقای محسن دولوقاجار از مونیخ نوشتند نمیدانم چرا موضوع سخنرانی خانم بغراد تکمیل مشروطه را آقای عرب بازگشت به مشروطه تعبیر کرده بودند. من هم با خانم بغراد هم عقیدم که بازگشت ممکن نیست، اما تکمیل همون پلیست که خانم بغراد میگویند. معنای تکمیل هم روشن است، حرکت کردن به صورتی به صوری کامل شدن. اگر ایران بخواهد جزئی از جهان پیشرفته و متمدن باشد، در آن صورت کامل شدن یعنی شبیه بقیه جهان متمدن شدن. مرسی، اینم که پرسش نبودی هموطن توضیح داده. شما فکر میکنم دیگه واکنش نخواهید داشت. در میگیم داخل آقای آدم عبدی، شما نوبت گرفتی، بفرمایید. با درود و سلام به حاضرین در نشست میثان و خارج میثان، هر کس بیننده و شنونده هستن، و خوش آمدگویی به بانو گرامی بغراد. من کارا شما تو یوتیوب تماشا میکنم، با تایپ هم هست، از منطق شما هم محکم هم قویه، آفرین داره، جای تشکر. کوتاه سخن میگم در رابطه با نظر شما موافقم که باید برای احزاب و گروه های سیاسی برای آینده ایران ابتدا ریل گذاری بشه، یک چارچوبایی باشه، اصولی باشه که با اندیشه سیاسی همگرا باشه، هم جنس باشه، مثلا به دموکراسی معتقد باشه، به حقوق بشر معتقد باشه، حالا هر گروه حزب سیاسی به عنوان مثال همین چپای خودمون که هنوز افراطیش همون چارچوبه دیالکتیک فکر میکنن، او تضاد اصلیشون هنوز که هنوز افراطیش هنوز امپریالیسمه، اون چارچوبهش میخوان نگه دارن، نگهش دارن، ولی چارچوبه پایی حقوق بشر و دموکراسی رو اگه کسی پا تو میدون سیاست میذاره اینا رو باید قبول داشته باشه و اینو باید در آینده در ملت نهادینه کرد این اصول رو. و در رابطه با خود موضوع مشروطیتم منم باید موافقم که باید دنباله گیری بشه. از 57 گسست سیاسی ما تو ایران داشتیم و عقلانیت سیاسی که به حالا با فراز و نشیباش همون راه رو باید ادامه بدیم. با تشکر از حوصلت. مرسی از شما آقای عبدی که موافق بودید با سخنان مهمان برنامه‌مون. جناب ناخدا فارسی، شما نوبت گرفتیم، بفرمایید. متشکرم جناب دانشور، درود به تمام دوستان و تشکر از خانم بغراد برای واقعا سخنان بسیار جالب و بجا و همچنین سوال و جواب هایی که تا به حال شد. من یه مقدار در مورد فرمایشات جناب دانشور، حسن دانشور، باعث شد که وقت بگیرم بیام، اصلا برای اینکه تصور کردم ایشون مثل اینکه یه حصاری دور افکار خودشون کشیدن و همون رو به جلو میبرن و اینکه باز دوباره تمام گروه های مختلف رو نادیده بگیرن و بگن که با شورای مدیریت گذار که هیچی نیست، شورای تصمیم هم که هیچی نیست، و بقیه هم که هیچی نیستن، بنابراین همه جمع بشن به دور شاهزاده رضا پهلوی و همون میشه مسئله حل.
من فقط بخواستم خدمت دوستان عرض کنم که همطور که خانم بغراد گفتم وقتی که هنگام و نیاز به وجود بیاد این گروه های مشورتی گروه حالا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم هم به وجود میاد. برابر اطلاعی که من دارم الان مدتی است از اون وقتی که مردم ایران، جوانان ایران در داخل کشور اومدن به خیابون، این مسائل شروع شده، اون گروه تشکیل شده و ملاقات هم میکنه مرتب. تا اونجایی که من خبر دارم خود شاهزاده هم نظراتشون رو در این گروه دارم، برای اینکه حزب مشروطه لیبرال دموکرات در اونجا هست، شورای مدیریت گذار هست، نمیدونم حالا تصمیم هست یا نه، گروه های مختلف دیگه بودن که مرتب نشستم و صحبت میکنم. و حتی من این رو هم خدمت رو عرض بکنم که شاهزاده حتی تا حدودی با فدرالیزم که بعضی ها صحبت میکنن هم توافقاتی کرده و که از طریق خود این حزب مشروط لیبرال در اون جلسات مطرح شده. بنابراین این که ما همه رو بکوبیم من تصور نمی کنم راه رسیدن به اون هدفی باشه که مورد نظر تمام همه ما هست. واقعا من خدمتون باز عرض بکنم که واقعا قبول دارم من فرمایشات خانم بغراد رو که به موقع باید این گروه، گروه فرهیخته، گروه سیاسی که ممکنه درش فرهیخته هم باشه تشکیل بشه. من فقط همین رو داشتم خدمتتون عرض میکردم که دارن میکنن این کار رو دوستان. و اینکه ما اگر بخوایم بگیم که اونها رو باید رها کرد و برگشت فقط به دنبال یک شخص به خصوص جمع شد، شاید در این بره زمان که الان هستیم خودش تفرق افکنی باشه. ما باید اجازه بدیم به اون کسانی که الان دور هم دیگه جمع میشن دارن میخوان راه حلی پیدا بکنن رو پشتیبانی بکنیم. حتما من نظر زیادی ندارم، فقط فکر کردم که ما همونطور که خانم بغراد فرمودن مردم ایران به اندازه کافی هم سیاستمدار دارن هم فرهیخته دارن، چه در داخل ایران چه در خارج. من کاملا موافق هستم که مردم ایران در داخل ایران باید سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن. این گروهی گروهی که بتونه راهنما هم باشه، تنها میتونه سخنگوی آنها باشه. برای اینکه من معتقدم تا مادامی که ما جهان آزاد غرب رو پشتمون نداشته باشیم که کمک بکنه به این گروه سخنگوی مردم ایران در داخل، ما نمیتونیم موفق بشیم. به خاطر این ما باید همه هم مقاممون رو بگذاریم که واقعا این گروه هایی که تشکیل داره میشه و شاید بتواند آلترناتیو که نه با همونطور که خانم بغراد هم فرمودن وقتی خواهد بود که دیگه سرکوب در داخل نباشه، تا بشه ما برسیم به دوران گذار و در اونجا شاید دولت موقتی بخواد تشکیل بشه تا که بتونه اداره کشور رو تا اون دولت واقعی به دست بگیر. ما خیلی هنوز علارغم این حرکتی که در داخل ایران شده، ما خیلی هنوز فاصله داریم به اون برسیم، واقعا فاصله داریم. من امیدوارم که بتونیم از فرمایشات خانم سهراد امشب درس بگیریم و راه خودمون رو پیدا بکنیم که پشتیبانی بکنیم از این گروه هایی که داره تشکیل میشه و داره شاید بتونه اون گروه مشورتی سخنگوی مردم داخل ایران بشه رو بیشتر پشتیبانی بکنیم از اونها.
بازم من تشکر بکنم از فرصتی که به من دارید جناب دانشور که بیانات و خدمتون عرض کرده بودم. بازم تشکر از خانم بغرا. خیلی ممنون جناب ناخدا. F9 من F9 دارم ولی نمیتونم بزنم. بله من میدونم، من میخواستم اتفاقا بگم چون جناب ناخدا خطابش به شما بود، اگر کوتاه بتونید صحبت کنید چون وقتمون خیلی کمه، در پاسشون که بپردازیم باز به سوالای دیگه. خیلی ممنون، بفرمایید. خیلی ممنون، من چون مورد خطاب جناب ناخدا قرار گرفتم فرنگ زدم ولی نمیتونم بزنم، برای این گفتم. ببینید سخن ناخدا سخن آشناییست، سخنش که از طرف خیلی از فعالان سیاسی گفته میشود به خاطر هدف عالی که در آینده برای مملکت میداریم باید همه از همدیگه پشتیبانی کنند. من فکر میکنم که سیاست بدون نقد کارساز نیست، یعنی شما نمیتونین همه رو پشتیبانی کنین به خاطر که همه میگن ما خوان دموکراسیم، به خاطر که همه میگن ما خوان آزادیم، به خاطر میگن ما همه میگن ما خوان حقوق بشریم. یعنی شما تقریبا هیچ گروه سیاسی یا هر هیچ گروهی رو نمیتونین پیدا کنین که خوان این چیزا نباشه. ولی کجا ما میتونیم اینو خوب آنالیزش کنیم و در بیاریم ببینیم واقعا اینطوری یا نه؟ وقتی که نقد سیاسی میکنیم. نقد سیاسی ما رژیم خیلی مشخص میگم، رژیم شورای مدیریت گذار و همچنین شورای این که جدید تشکیل شده تصمیم که به گمان من در اساسش تفاوتی با هم دیگه ندارن، هیچ، احتمالا یه عده بودن که بیشتر خوش داشتن تو یکی باشن و اگه رهبراش مثلا رفاقت داشتن یه عده مازدن تو اون باشن، برای بلاز مفاهیم سیاسی و موازی سیاسی یک کردن، هیچ توفیر ندارن با همه شنام رهبراشون که اومدن توی مستان رو بهشون گفتیم و اون نقدی که روی تئوریاشون کردیم دیدیم که در واقع یک فرق میکنه. ببینید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه نقد ما نسبت به این گروه ها چیه؟ نقد ما به این گروه ها اینه در مورد شورای مدیریت گذار و اون یکی دیگه، هر دوشو تصمیم گرفتن که بدبستان بین گروه های سیاسی یا بین ایدئولوژی های سیاسی انجام بدن برای هدف مقدس آینده. ایده به این بدبستان سر چیه؟ عدم تمرکز. وقتی تو عدم تمرکز میگی یعنی میشه یکی از بنیادهای رفاقتی بین شما و تجمع شما و گروه سیاسی شما، معنیش اینه اون کسایی که عدم تمرکز شما رو قبول ندارن بیرون از دایره اتحاد هستند، که بیرون از دایره ملی هستند. چون شما میدونید که میتونه یک جامعه دموکراتیک با اداره متمرکز باشه، میتونه یک جامعه دموکراتیک با اداره غیر متمرکز بشه. پس وقتی که اینو میذارین توش معناش اینه که شما یک، یه بخشی از جامعه رو از دایره خودی بیرون میکنین. دو، اصلا کی گفته که گروه های سیاسی بیرون از دموکراسی اجازه دارن که تصمیم برای آینده ایران بگیرن؟ مگر کشورهای دموکراتیکی که توش عدم تمرکز یا تمرکز یا زبان مادری یا تقسیم درآمد نفت، جایی که میشنوید تو همه اعضای این گروه اینا که میشنوید، مگه اینا در دموکراسی ها چجوری انجام میشه؟ در دموکراسی ها برای هر پروژه‌ای احزاب تبلیغات میکنن و پشتوانه مردمی پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اندیشه سیاسی اجتماعی تبدیل میشه به اندیشه سیاسی و اندیشه سیاسی ترجمه میشه در کجا؟ در پارلمان و در اونجا تصمیمات گرفته میشه، درسته؟ ولی شما در بیرون از دموکراسی که سیاست هنوز دموکراتیک نیست چجوری به دبستان میخواییم بکنید؟ ما میگیم این کار شما دموکراتیک نیست، حرف بعدی میزنیم، ما این رو نمی کنیم، ما این رو نقدشون میکنیم و بعدم دعوت شو میکنیم که بر ما پاسخ بدن، برای پاسخ ندادن ایش کنشون. آخرین کسی خانم انتشاری اومد اینجا از طرف اون شورای تصمیم، ما همین بحث گفتیم، گفت برای نمیبسیم به حرف درستی خلانه. شما الان چندین هفته گذشته چیش عکس العمل از این شورای تصمیم دیدیم که این نقد رو در واقع تصحیح کنن کار خودشون رو؟ برای ما اینا رو جدی نمیگیره. ما به نیروی سیاسی میگیم نیروی سیاسی جدیه که یک، نقد پذیر باشه، دو، پاسخگو باشه. این هست نکته دو. بعد اینی که اصولا ما الان صحبت کردیم دیگه، خانم بغرات هم همین رو گفت، به نظر من صحبت کردیم که ما در یه دوران گذاری وجود داره که فقط این دوران گذار متناسب با این دوران گذار ما یه دولت نیاز داریم، چون ما یه جایی ملتی هستیم که اول دولت جهان رو تشکیل دادیم، اصلا ملت به همه جای دنیا دیره به دولت نگاه میکنه. ما یه دولتی میخواییم که بتونه
امکاناتی رو فراهم کنه برای آینده کشور که انتخابات دموکراتیک بشه، قانون اساسی نوشته بشه، احزاب فعالیت کنن، چون دموکراسی بدون حزب معنیه همین افراد بیان حزب درست کنن، ایرادی نداره. و بعد چیه؟ و بعد تو پارلمان این کارا رو انجام بدن، درسته؟ بنابراین امروزه مفهوم حزب سیاسی یک چیز بی‌معنای در واقع. حزب سیاسی در دموکراسی معنا پیدا میکنه اونجا که بره توی وزارت کشور ثبت نام کنه، قوانین اساسی مربوط به تحزب رو بپذیره، بره تبلیغات کنه، پشتوانه مردمی پیدا کنه، بیاد تو پارلمان، دولت تشکیل بده، درسته؟ برای اینا همه کلوب های گفتگو هستند که حزب فلان، یا دستجات نظامی هستند که 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا هم چریک مسلح دارن و اینا ما رو به دموکراسی نمیرسونه. ما گفتیم آیا میپذیرین که اگر فردا حکومت جمهوری اسلامی افتاد، دستجات مسلح نیروهاشون رو، نیروهای نظامیشون رو در واقع تسلیم نیروی نظامی رسمی کشور بکنن؟ پاسخ نشدید. آیا میپذیرید این رو؟ ما میخوایم کشورمون با آرامش به طرف دموکراسی بره، چون اگه به آرامش رو حذف کنیم ما به دموکراسی نخواهیم رفت. ما میشیم لیبی، میشیم افغانستان، میشیم به عراق و بعد کشورهای که دور برمونن. پس برای که به دموکراسی بریم ما باید یک قدرت سیاسی فراحزبی متشکل از کاردانها، همون صحبت خانم بغراد درستی گفتن، از کاردانها همین دموکراسی رو اشغال کنن که یک، ارتش از هم نباشه، دو، بروکراسی از هم نباشه، سه، مردم زندگی عادیشون داشته باشن که امکانات تحول مسالمت‌آمیز به وجود بیاد. اینا رو باید بیان بگن و با ما وارد گفتگو بشن. برای ما هیچ مخالفتی نداریم، هر ایرانی حق داره مبارزه کنه، هر گروهی حالا اسمش حزب باشه، 4 تا 40 تا 100 تا 200 باشن، ولی ما به عنوان یک روشن فکر سیاسی موظفیم نقد کنیم. اگر شما دستگاه نقد رو بگیرید دیگه روشن فکر سیاسی نیستی، میشه یک تبعه، میشه یک دنباله رو، میشه سازمان مجاهدی که رهبران رو بالای چیزی میگن، اون گله پایین هم همینجوری دنبالش میگن. خیلی متشکرم. مرسی. البته بعد شما کسی نه وقت نگفت و اف نو تبدیل به یک شد، اشکال نداره. ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم، میپردازیم به داخل. خانم قیاسفند گرامی پیام یک گست بخونید، از این وقت استفاده کنید. بله چشم. آقای رجبی از همدان. من اگر اجازه داشته باشم بعدش یه نقطه ای رو میخواستم یادآوری کنم. خیلی عزمم، خواهش میکنم. شما پس بفرمایید. میتونم کنم بهتر شما صحبتتون رو بفرمایید، چون بله واکنش شیدین بفرمایید. بسیار خوب. ببینید خیلی خیلی مهم که تشخیص داد چه کارهای مال الانه، چه کارهای مال دیروز بود، اصلا گذشت دیگه، اصلا لزوم نیست راجع بهشون حرف زد، چه کارهای مال آینده است. این موضوع متمرکز و غیر متمرکز و نمیدونم فدرال و اینا موضوعاتی است که اگه مطرح بشه عمدتا تفرقه میندازه، مربوط به آینده است. شما وقتی که هنوز میخواید تازه از اینجا برید به اونجا، نمیتونید بعدش فکر بکنید که حالا در آینده شاید اصلا یه اتفاقات دیگه ای بیفته. اون موضوعاتی که مال آینده هست نمیتونه مضمون اقدام مشترک در اکنونی قرار بگیره که شما فقط میخواید سخنگو باشید. کسی به شما این اجازه رو نداده. من این رو به شما نمیگم، دارم به طور کلی نوعی میگم. کسی به من این اجازه رو نداده، من اون نهاد، کسی به من اون اجازه رو نداده که راجع به این موضوعات بگم چه بکنم چه نکنم. اینا مربوط به آینده است. به من فقط مردم ایران الان این نمایندگی رو دادن، اون نهاد، که ببرم اینا رو از این حالت به اون امنیت برسونم و این آزادی رو براشون، همون چیزی که شاهزاده بارها تکرار کردن، که این مرحله‌ای که اختیار داشته باشن که انتخاب بکنن. اون مضامینی که اونجوری مطرح میشه انتخاب از قبله، حق ندارن همچین مسائلی رو تو اون مضمون در بیارن، وگرنه باعث اتفاقا جدایی میشه، تفرقه میشه. ضمن اینکه حدس من این هست، چون من تو این بحثا و اینا نیستم، واقعا تو این دنبال میکنم ولی تو این گفتگوها که خودم باشم و اینا نیستم، حدس من این هست برای جلوگیری از اون چیز مسلحی که آقای دانشور میگن، شاید فکر میکنن از الان به اینها به اصطلاح یک
من نمیدونم واقعا بگم امتیاز یا نمیدونم چی یا به بازی گرفته بشن که بعداً اسلحه‌شون رو علیه اون کسایی که جدید دارن میان که میخوان این دوره رو بگذرونن نگیرن، به طرف اینها نگیرن، یعنی اینها رو بیارن اون کسایی رو که میتونن مسلح باشن بیارن با خودشون که اسلحه‌هاشون خاموش بمونه. این یک امر سیاسیه. من نمیدونم، من چون معتقدم سیاست در ایران و جهان به اخلاق نیاز داره و ما روزنامه نگارا باید منادی اون اخلاق باشیم، اگرچه ژورنالیست هم متاسفانه خیلی بی اخلاق شده. من اگه باشم با همچی وارد همچی بازی نمیشم، ولی نمیدونم آیا به سود ایران هست وارد همچی بازی شد یا نه، چون بعضی چیزها رو باید گذاشت آینده نشون بده درست بوده خطا بوده یا نبوده، نمیشه همون موقع تشخیص داد. اما از طرف دیگه این هم هست، اصلا این آقای ایکس، خانم ایکس، گروه ایکس، گروه ایگرگی که ما میخواییم باهاش وارد یک چه میدونم اتحاد گفتگو فلان اینا بشیم، تا چه اندازه اصلا سخنگوی اون مردم اون بخشی هست که مدعیش هست؟ نه؟ تمام اینها نکاتی هستش که کارآمدی، آگاهی، آزمون و خطای سیاست مداران رو تعیین میکنه. سیاست بدون خطا نیست، اما یک سیاست مدار زمانی میتونه کمتر خطا داشته باشه که تمامی این جوانب رو ببینه. بعضی جاها باید قبول بکنه که نمیتونه همه رو با هم دیگه داشته باشه. اصلا نمیشه، شما در دموکراسی هم نمیتونید همه رو با هم داشته باشید، به خصوص در جامعه کنونی ایران. اصلا لزومی نداره شما همه رو با خودتون داشته باشید، اون مردم رو دارید کافیه. اون مردم، مردم انتزاعی نیستند، مردمی هستن که گفتم با همون شعارهاشون سیگنال میدن، با شعارهاشون، با جانشون سیگنال میدن که کدوم طرف میخوان برن، آزادی، امنیت، رفاه میخوان. خب بنابراین روی همونها حساب بکنید، همون جور که در همین دموکراسی آلمان، اروپا هم گروه های افراطی وجود دارن، همینجا برای خودشون گاهی وقتا میان شعار میدن، پرچم میدن، میرن. ولی همونطور که من الان یادم نیست فکر کنم آقای عبدی فکر کنم بودن، در چارچوب دموکراسی، در چارچوب دموکراسی اینا پذیرفته شدن و دموکراسی اینا رو مهار میکنه. تمام نیرو رو الان باید گذاشت روی این موضوع که اون نهادی که قراره بیاد باید قابل اعتماد مردم، قابل انتقاد. به خود ما به عنوان روزنامه‌نگار میگن گاهی وقتا خوب اینا رو نگیم برای اینکه چیز میشه. به چی دلیل؟ من الان باید بگم، من الان باید بگم، الان زمانشه. اگر این نمیخواد بپذیره که مثلا نباید نقد بشه، خب من این قدرت نداره الان اینو میگه. پس فردا اگر، من منظورم جریانات سیاسی هستش که نقد پذیر نیستن، این پس فردا اگر قدرت هم داشت خب چماقش میزنه روزنامه منو میبنده. نه، بنابراین اینا نکات مهمی هستش که اون سیاستمدار یا سیاستمداران باید بهش توجه داشته باشن که آیا میشه روی اینها حساب کرد یا نه. جایی امتیازی داده نشه که اصلا نیازی نیست امتیازی داده بشه، وقتی بزرگترین امتیاز تاریخ مردم دست شماست. اینم نوعی سیاست دیگه، چرا این بازی رو نمی کنن؟ با تشکر از شما خانم الهه بغراد و حضورتون در اینجا، امیدواریم باز هم شما رو در اینجا داشته باشیم، استفاده کنیم. و تشکر از هموندان و دوستان داخل و خارجی که شرکت داشتن، به خصوص تشکر از تلویزیون میان تیوی. با امید روزهای بهتر و شب و روز شما خوش. دوستان بدرود، دوستان خسته، روز خوش دوستان. و سپاسگزارم از خانم بغراد. مرسی. بدرود دوستان.